به نام خدا. سلام، عرض به خدمتتون که ما جلسه قبل بحثمون رو راجع به مشتق گیری ضمنی شروع کردیم. کاری که انشالله امروز میخوایم بکنیم اینه که این بحث رو ادامه بدیم و در ادامه انشالله یه مقدار راجع به مشتقهای مراتب بالا صحبت کنیم و در انتهای کلاس هم انشالله بحث راجع به توابع نمایی و لوگاریتمی رو آغاز میکنیم. خب ببینید بچه ها، قصه مشتق‌گیری ضمنی چی بود؟ قصه مشتق‌گیری ضمنی از اینجا شروع شد که یه موقع‌هایی هست که من یه رابطه بین تابع X و Y به من داده شده، من میدونم X و Y ها توی رابطه ای صدق میکنن که یه اجتماعی از نمودار چند تا تابع با بردای مختلف میشه. خب به مثلا تابع مثلا FX و Y به صورت Y سینوس X منهای X منهای کوسینوس Y، اگه اینو برابر با صفر قرار بدم، در حقیقت نقاط X و Y که توی رابطه صورت میکنن یه مجموعه نقاطی از صفحه میشن که به اجتماع حالا یه تعداد نمودار تابع من میتونم اینو بنویسم. یعنی مثلا میتونم حالا تیکه تیکه اینو بیام توی این تیکه نمودار یه تابع باشه، بعد این تیکه نمودار یه تابع، بنویسم اینجا نمودار یه تابع، این تیکه نمودار یه تابع، خلاصه تیکه تیکه به عنوان نمودار یه تابع ببینمش. و حالا سوال این که آیا من میتونم حالا خط مماس بر این منحنی ها رو پیدا کنم، منحنی هایی که به عنوان نمودار یه تابع به من داده نشده ولی به قول معروف به صورت یک تابع ضمنی داده شده، یعنی به صورت ضمنی، یعنی به صورت ضمنی گفته شده ایکس و وای که تو این رابطه صدق میکنن یه منحنی به من میدن، که همون کردم مثلا مینی، حالا منحنی که میگم منظورم یه تیکه نیستش، مثلا این دو بخشه و من حالا میخوام خطای مماس بر این منحنی رو حساب کنم. عرض به خدمت شما که و خب چند تا مثال زدیم، یه راه حلش این بود که سعی کنیم که وای رو حداقل توی نقاطی به عنوان یه تابع بر حسب ایکس بنویسیم. این کاری بود که مثلا ما اینجا که میخواستیم خط مماس بر نقطه مثلا 3 و منهای 4 بر دایره رو پیدا کنیم انجام دادیم. گفتیم اگه من بخوام خط مماس بر وای مساوی در نقطه 3 و منهای 4 بنویسم، خب اینو میتونم معادله وای بر حسب ایکس رو حل کنم، وای رو به دست بیارم به عنوان نمودار یه تابع منهای رادیکال 25 من ایکس رو، بعد بیام از این تابع مشتق بگیرم و خط مماس حساب کنم و ادامه داستان. این کاری بودش که میشد کرد یه موقعی، ولی خب خیلی وقتا هستش مثل همین این مثالی که زدیم، این ماجرا کار آسونی ممکنی نباشه. یعنی الان من بگن که وای رو بر حسب ایکس به دست بیار، این ممکنه به سادگی نشه این کار رو انجام داد. یعنی من الان وارون، یعنی وای بر حسب ایکس از این رابطه به دست بیارم، یه معادله ایه که وای و کوسینوس داره، حتی بعید میدونم هیچ کدوم شما به سادگی تو این معادله رو حل کنید. و خب مشتق‌گیری ضمنی ایدهش این بود که من بدونه که اینو لازم باشه حل کنم، میتونم مشتق وای نسبت به ایکس رو حساب کنم اگر که درست یعنی بشه وای به عنوان یه تابع بر حسب ایکس حساب کرد. راه حلش چی بود؟ راه حلش اینه که فرض کنید وای یه تابعی از ایکسه و من میخوام مشتق رو حساب کنم دیگه. خب کل این رابطه میشه یه تابعی از ایکس ضرب در یه تابع دیگه از ایکس، تابع وای که یه تابع از ایکس ضرب در سینوس ایکس منهای ایکس، یعنی جمع با یه تابعی مثل منفی ایکس جمع با یه تابعی منهای کوسینوس وای که ترکیب کوسینوس و اف. خب من از این رابطه میتونم نسبت به ایکس مشتق بگیرم. خب انگار که من یه تابع از x این وردم، یه تابع بدیهی از x هم سمت راست دارم که صفره. خب برای من از این دوتا تابع نسبت به x مشتق بگیرم، خب باید مشتقاشون برابر بشن. مشتق صفر که میشه صفر، از سمت چپ نسبت به x مشتق بگیریم، عبارت اول به من یه dy به dx ضرب در سینوس x میده، به علاوه y ضرب در d به dx سینوس x. عبارت دوم به من یه منهای 3x2 میده و عبارت آخرم به من ترکیب دو تا تابع کوسینوس و اف وایه که به من کوسینوس منهای کوسینوس مشتقش میشه سینوس در نقطه وای ضرب در مشتق وای نسبت به ایکس. خب این یه رابطه درجه یک بر حسب مشتق وای نسبت به ایکس، یعنی اگه وای معلوم فرض کنیم، بنابراین من میتونم از دی وای به دی ایکس فاکتور بگیرم. در حقیقت ضریب دی وای به دی ایکس میشه سینوس ایکس به علاوه سینوس وای و این دوتا را چیزی اضافه هم که دارم ببرم اونور و به این صورت من مشتق وای نسبت به ایکس رو حساب کنم. اوکی،
پس این در حقیقت یه راحلیه که من دارم و میشه اوضاع رو پیش بردش. و حالا این بکنم آخرین مثالی بود که درست قبضایی در حقیقت این اومدیم مشتق، یعنی مماس رو در نقطه صفر و منفی یک میخواستیم حساب کنیم به عنوان مثال. پس اومدیم دی وای به دی ایکس که دیدیم هستش این، خب به جای ایکس و وای مقادیرش رو گذاشتیم، صورت من سه برابر صفر منهای وای کوسینوس منهای منفی کوسینوس صفر میشه که بخشه تو نقطه منفی یک داریم حساب میکنیم، وای بذاریم صفر، x رو بذاریم منفی یک، صورت میشه سه، مخرج منم میشه سینوس منفی یک، میشه منهای سه تقسیم از سینوس یک، این میشه مشتق من یا شیب مماس من. بنابراین از نقطه منفی یک و صفر هم باید بگذره، این میشه معادله خطی که مماس بر منحنی ما در این نقطه، یا اصلا ممکن بود فقط مشتق با حساب کنیم. خب ببین من این یه بار سعی کنم این رابطه رو فرم جنرالش هم به دست بیارم. حالا این یه صفحه خارج از گزینشه، شما شاید این فرم جنرال لازم نداشته باشین، ولی خب خوبه یه بار ببینید به خاطر اینکه این نکته کانتر اینتویتیو جالب داره. در حقیقت ببینید ما بیان یک تابه یه مواقعی میتونه چیز باشه، توی یه مواقعی ما ممکنه که یه تابعی رو به ما به صورت صریح داده باشن، یعنی وای مساوی اف ایکس یه ضابطه صریح براش داده باشن. یه موقعی هم هستش که ممکنه که به تابع به صورت ضمنی به ما داده شده باشه، یعنی بگن ایکس و وای هایی که توی مجموع مقادیر صدق میکنن این به ما چیز میشه، این مثلا بالا انگار به ما تابع رو به صورت ضمنی دادن. خب و در حقیقت این مهمه که نزدیکی اون نقطه هدفمون واقعا تابع باشه، کما اینکه اینجا دیدید که نزدیک این نقطه منهای یک و صفر، اگه من اینو خیلی نزدیک های نقطه منهای یک و صفر نگاه کنم، این واقعا مثل یه دونه این آبیه شبیه نمودار یه تابع میشه. پس این فرضی که داشتیم اینجا برقراره. خب حالا کاری که میکنیم اینه که به فرض اینکه وای یه تابع مشتق پذیر در ایکسه، من میتونم بیام از دوور این رابطه مشتق بگیرم. اوکی، و وقتی که من اینو مشتق بگیرم سمت چپ من چی میشه؟ ببینید در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که یه جاهایی در حقیقت هستش که من میتونم وای رو به عنوان عدد ثابت بگیرم، یه جایی هستش که میتونم ایکس رو عدد ثابت بگیرم. خب ببین اگه وای رو عدد ثابت بگیرم، اینو به اسم دی اف به دی ایکس نشون بدم. بچه این تیکر دقت کنید، ولی این متوجه نشدید بیخیال، این نیازی نداره که تو درس بیادش. ببینید من تابع اف ایکس و وای من خب داره به صورت ضرب یه سری، یعنی یه روابطی بر حسب ایکس و وای. خب یه بار بیاین وای رو به عنوان عدد ثابت بهش نگاه کنید و نسبت به x مشتق بگیرید، خب به این میگم df به dx. یه بار x رو به عنوان عدد ثابت بگیرید نسبت به y مشتق بگیرید، به این میگم df به dy. خب انگار x به عنوان عدد ثابت دارم نگاش میکنم و نسبت به y مشتق میگیرم. خب در حقیقت مشتق fx و y نسبت به x اینجوری میشه، یعنی بیا از خود f نسبت به x مشتق بگیر. یه جایی هم هست که f بر حسب y دیگه، خب که اون عین این میمونه که f خودش یه چیزیه که یه تابع از y، y هم یه تابع از x، با قاعده زنجیری مشتق نسبت به xش میشه df به dy ضرب در dy به dx. خب برای من از دو طرف مشتق بگیرم، سمت چپ مشتقش میشه df به dx به علاوه df به dy ضرب در dy به dx، سمت راستم که مشتق صفر نسبت به x که میشه صفر. بنابراین اگه dy به dx رو بخوام حساب کنم میشه منهای df به dx تقسیم df به dy. خب این فرمول کلی مشتقگیری ضمنیه که البته کتابتون تو این تیکه دقیقا راجبه صحبت نکرده به خاطر اینکه خب این نمادگذاری ها رو فعلا تعریف نکرده، ولی میتونی به اون یکی دو مثال قبلی که حساب کرده بودیم همه اینطوری حساب شد، یعنی اگه تو این فرمول بذارید و حساب کنید همون نتایج قبلی به دست میاد. اگه هم نفهمیدین لازم نیست این تیکه، یعنی از خود این مثال، این که مثلا چه جوری بیاید نسبت به ایکس و ایکس مشتق بگیرید از یه همچین رابطه یو شما بلدید دیگه، یعنی این فرم کلیشو نمیخواد. منتها اصراری که من داشتم این فرم کلیو بگم اینه که در حقیقت در میاد که
دی وای به دی ایکس هست، منهای دی اف به دی ایکس هست، دی اف به دی وای. خب که در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که این با اون تصویر عادی ساده کردن که شما دارید نمیخونه، که الان خب باشه دیگه دی اف با دی اف ساده میشه، این میشه منهای دی وای به دی ایکس، در صورتی که خود دی وای به دی ایکسه. اوکی؟ یعنی در حقیقت این رابطه که اینجاست خود دی وای به دی ایکس، و به نظر میسه یه علامت منفی اضافه داره. بخاطر یه ذره باید مواظب باشیم که کی چی و با چی ساده میکنیم، این الان معنیش چیه و چه جوریه، ولی خلاصه این رابطه برقراره. این که رابطه های قبلی رو میشد اینجوری حساب کرد، اینو برید بعدا خودتون چک کنید. من یعنی فقط این یه سفر رو خارج از گزینش گفتم برای اینکه بدونید که این فرمول کلیش هست، و اصراری برای اینکه این علامت منفیه یه جاهایی، یعنی با اون تصور دیکس و با دی وای میشه ساده کرد، نمیدونم دی اف آر ساده کرد، اینا نمیخوند. اوکی، یه بار خودتون چک کنید، خیلی نکته ای نداره، خیلی ساده است این ماجر. خب پس از این صفحه خارج از گزینش میگذریم، بریم یه ذره کارمون رو پیدا ادامه بدیم. چند نفر از بچه‌ها گفتن که این که نمیدونم این یه فرض، این که اون یه تابع مشتق پذیر بر حسب وای بر حسب ایکس تو نقطه، اینا اینو از کجا میشه فهمید؟ و اینا در جلسه قبلم گفتم در 99% مواقع اگه محاسبات رو انجام بدید و تا همه چی مشکل بره اوکیه، فقط شما کافی محاسبات رو انجام بدید، لازم نیست از قبل وریفای بکنید. خب یکی از بچه ها پرسیده که این روش جواب میده، نه این روش هم هیچ فرقی با، یعنی گفته که تو حالتی که تابع نباشم جواب میده، نه این روش هیچ فرقی با حرف قبلی نداره، فقط فرم کلی چه، و اینم جواب نمیده، نه مشکل داره اگه که تابع نباشه. خب ببینید بچه ها، فرض کنید که به من گفتن که معادله مماس به بیزی در نقطه 2 0 رو پیدا کنید، این معادله بیزی x 2 4 و y 2 مساوی 1، و گفتن مماس به بیزی در نقطه 2 0 رو پیدا کنیم. خب ما با مشتق ضمنی اگه بخوایم جلو بریم، به معادله بیزی به چه صورته هست؟ x 2 4 رو بله y 2 مساوی که از دو طرف نسبت به x مشتق بگیریم، عبارت اول مشتقش میشه 2 x 4 رو، عبارت دوم مشتقش میشه 2 y ضرب در dy به dx، که خب اینو باید برابر با مشتق 1 نسبت به x قرار بدیم که میشه 0. خب بنابراین اگه این معادله حل کنیم، dy به dx میشه منهای x تقسیم بر y 4y که در نقطه 2 0 میشه منفی 2 0 رو که تعریف نشده. اوکی، یعنی حالا به نظر میاد بینایت، ولی حداقلش اینه که تعریف نشده، و دلیلش هم خیلی مشخصه. نها کنید که اگه من بیزیو میکشیدم و تیز میکردم، در حقیقت این مماس اینجا قائمه، برای من طبیعی بود که من مشتق رو نتونم حساب بکنم. خب به خاطر اینکه این اگه y رو به من تابعی از x نزدیک اینجا بخوام بگیم، اول به من تابعی بخوام تعریف کنم، یا باید نیمه بالا رو بگیرید یا نیمه پایین، نمیتونید کامل بگیرید، و وقتی هم که بگیرید، حالا حتی نیمه بالا رو هم فقط بگیرید، خب مشتقش میشه بی‌نهایت دیگه، و برابر این من نباید میتونستم مشتق رو حساب کنم، که نمیتونم حساب کنم دیگه، چون این در حقیقت اینجا مشتق تعریف نشد. و خب همینطور که میبینیم اینجا مثلا من مشتق تعریف نشده بود، و با خود رابطه رو نوشتنم فهمیدم که تعریف نمیشه. خب اما خط مماس رو من ممکنه بتونم حساب کنم، یعنی در حقیقت اینجا بیزی خط مماس داره، اگرچه که وای به عنوان تابعی از ایکس اینجا مشتق نداره. دقت کنید این دوتا چیز با هم متفاوته ها. ببینید این بیزی خط مماس اینجا داره، خط x مساوی 2 خط مماسشه، ولی y به عنوان تابع از x مشتق نداره. برای اینکه این خط مماس رو بتونم حساب کنم چیکار میتونم بکنم؟ میتونم برعکس این رابطه رو حالا بزنم، قبل از این بگم بعدن یه مثال دیگه هم بگم بعدن. فرض کن یه مثال دیگه، به من معادله یعنی تابع ضمنی به صورت ضمنی قدر مطلق x به علاوه قدر مطلق y مساوی 1 به من داده شده باشه، که این در حقیقت این همچین نقاط همچین مربعی میشن. خب و به من گفتن که آقا مشتق این در حقیقت مماس بر مربع در نقطه 0 و 1 رو پیدا کن. خب در حقیقت تو نقطه 0 و 1 هم تو که می‌بینی یه تیزه و مشتق نداره دیگه. خب حالا ببینیم که میتونیم پیداش کنیم یا نه با این رابطه. خب اگه من بخوام اینو حساب کنم، در حقیقت باز باید بیام از دو طرف نسبت به x مشتق بگیرم. الان من از این دو طرف این رابطه نسبت به x مشتق بگیرم،
مشتق یک نسبت به x که میشه صفر. مشتق قدر مطلق x به علاوه قدر مطلق y خب میشه مشتق قدر مطلق x به علاوه dy به dx در قدر مطلق مشتق قدر مطلق در نقطه y. ببینیم من مثلا اینکه این دوتا مشتق قدر مطلق تعریف شده یا نه. تو نقطه یک مشتق قدر مطلقش تعریف چیز قدر مطلق مشتقش تعریف شده و میشه علامت و تو نقطه یک میشه یک و اوکی، یعنی این تیکه مشکل نداره. ولی این تیکه مشکل داره چون من باید مشتق قدر مطلق x در نقطه x مساوی صفر حساب کنم که این خوش تعریف نیستش، بنابراین اینم وجود نداره. همونطور هم که میبینیم خب اینجا مشتق پذیر نیست دیگه و همه چی اوکی و خوب پیش میره. اما برگردیم به مثال این بیزیه. خب ببین تو مثال بیزیه من گفتم که مشتق ما نداریم، خب ولی خط مماس در نقطه 2 0 داریم. خب در x بذاریم 2 y بذاریم 0 خط مماس داریم اگرچه مشتق نداریم. یه راه حلی که داریم اینه که به جای اینکه این معادله رو به عنوان y تابع از x ببینیم و بعد بخوایم مشتقش رو حساب کنیم، اینکه x رو به عنوان تابع از y نگاه کنیم. اینا من الان اینو شکل روی 90 درجه چرخوندم که x رو به عنوان تابع از y ببینم. و اگر این کار کنم، یعنی x رو فرض کنم یه تابع از y و اگه 90 درجه به چرخونیم اینطور میشه دیگه، یعنی اینجوری نگاه کنیم خب x یه تابع از y میشه دیگه نزدیکای این نقطه. خب نگه این کار بکنیم، خب من الان نسبت توی این معادله نسبت به y مشتق بگیرم، خب سمت راست که مشتقش نسبت به y میشه 0، سمت چپ مشتقش به y چی میشه؟ عبارت اول مشتقش میشه 2x چهارم ضرب در مشتق x نسبت به y، عبارت دوم مشتقش نسبت به y میشه 2y. بنابراین dx به dy میشه این 2y ببرم سمت راست میشه منهای 2y تقسیم بر x دوم، اوکی، که در نقطه 2 0 بخوام حساب کنم میشه 0. برای من معادله خط مماس میشه x منهای 2 مساوی شیب که حساب کرده بودم 0 ضرب در y منهای 0، یا x مساوی 2 معادله خط مماس رو به من میده. اوکی، پس دقت کنید که اگر من خط مماس داشته باشم با عوض کردن این که x رو به عنوان تابع از y ببینم یا y تابع از x ببینم خط مماس رو میتونم حساب کنم معادلش، در صورتی که وقتی فقط y تو مطابق از x دیدم مشتق y نسبت به x وجود نداشت. یعنی این شرایط همه چیش داره خوب کار میکنه، یعنی وقتی این بر اساس به اون مشتق داره میشه حساب کرد، اون بر اساس به مشتق نداره نمیشه حساب کرد. به نظر میرسه همه چی اوکی و خوب داره پیش میره. و مثلا با همین روی کرد یه چیز بامزه‌تر اینه که بیایم این معادله این بیزی رو نگاه کنیم تو نقطه 6 5 و 4 5. خب تو نقطه 6 5 و 4 5 دقت کنید که نزدیکای این نقطه هم y تابع مشتق پذیر از x، هم x تابع مشتق پذیر از y. خب برای من میتونم بر حسب هر کدوم اون یکی رو نگاه کنم به خط مماس رو حساب کنم، و اگه این کار بکنیم در هر دو صورت هم به نتیجه یکسان میرسیم. به عنوان مثال اگر که من اینجا y رو به عنوان تابعی از x نگاه کنم و ازش مشتق بگیرم، خب اگه وای مومن تابع از x ببینم و ازش مشتق بگیرم، اتفاقی که میفته چی میشه؟ من از دو طرف نسبت به x مشتق بگیرم، خب عبارت اول که مشتقش میشه 2x چهارم، عبارت دوم مشتقش میشه 2 برابر y ضرب در dy به dx، که برای من dy به dx در نقطه 6 پنجم میشه منهای x تقسیم بر 4y تقسیم بر در نقطه 6 پنجم، در حقیقت 6 پنجم و 4 پنجم باید مینوشتم، که حالا بذاریم جایگزین کنیم میشه منهای 6 16 هم یا منهای 3 8 هم. اوکی، و اگر که از رابطه نسبت به y مشتق بگیرم، خب عبارت اول که مشتقش میشه 2x 4 هم زده dx به dy، عبارت دوم که مشتقش میشه 2y. خب برای dx به dy در نقطه 4 5 هم باید حساب کنم که میشه منهای 4y x هم، که x و y به جاش بذارم به من منهای 8 سوم میده. اوکی، بنابراین اگه تو اون اولی حساب کنم y منهای 4 5 باید بشه منهای 3 8 x منهای 6 5 که به معادله خط 8y علاوه 3x منهای 10 مساوی 0 میرسم. از ارتباط دوم حساب کنم x منهای 6 5 باید بشه منهای 8 سوم، y منهای 4 5
که بازم به همون معادله 8y به علاوه 3x منهای 10 میرسم. بنابراین در حقیقت در هر دو صورت من جوابم یکی میشه، چه y با من تابع از x ببینم چه x با من تابع از y ببینم، جوابی که به دست میارم یکسانه. کجا باید مخرج 10 20 میشد؟ یکی از بچه ها گفتن مخرج نباید 20 میشد، فکر کنم درست حساب کردم، حالا اگه که اشتباه حساب کردم یکی از بچه ها بگه. خب مهدی باقریان بفرمایید. سلام استاد، روزتون بخیر. بفرمایید. سوال داشتم توی مثالی که گفتین اگر x رو بر حسب y بگیریم، اونجایی که صفر میشد و بی‌نهایت، یعنی اونجایی تعریف نشده بود، اینا بر هم عمود شدن، ولی اینجا مشابه همدیگه شدن. من دارم اشتباه میکنم جریانش چی بود؟ نباید اینا هم احتمالاً نه بر هم نباید عمود بشن. در حقیقت ببینید، شما یه جورایی از یه تابع و معکوسش باید استفاده کنید که معکوس یه تابع، حالا میبینیم شیبش میشه وارون شیب تابع. وارون نه، یعنی اگه که صفر باشه میشه یک صفر، میشه بی‌نهایت، بی‌نهایت باشه میشه یک بی‌نهایت، اون که میشه صفر. آه یعنی اینو میتونه مثلا بر حسب x باز نمیشه بده، مثلا میشه 3 8 اون میشه 8. آره دیگه، همین الان اینو بر حسب x y بر حسب x حساب کنید، اینجا میشه 3 8 شیب، x رو بر حسب y حساب کنید میشه 8 3 شیب. خیلی ممنون. ولی معادله خطه باید یه چیز درات دیگه، چون یه خط مماس که بیشتر نداره، نمیتونه دو تا چیز متفاوت در خط مماس باید یکسان شه. ولی وقتی بر حسب وای بر حسب ایکس میبینیم یا ایکس بر حسب وای میبینیم، شیبش میشه وارونه هم. وارون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. امیر حسین منجی بفرمایید. من استاد نام میاد. بله سلام، بفرمایید. اونجا که ما اول ایگرگ تابعی از ایکس بود رفتیم حساب کردیم، بعد گفتیم وجود نداره، بعد x رو گرفتیم بر حسب y، یعنی الان ما اول باید بریم یه بار حساب کنیم ببینیم وجود نداره، بعد دوباره بیایم از این ور حساب کنیم بعد بگیم صفره. آره خب چش کنم، سوال اینه که ازتون سوال چی خواسته باشه؟ اگه مشتق y بر حسب x رو خواسته باشن، تو جواب اینه که وجود نداره. نه اگه معادله خط مماس رو خواسته باشن، آره با اولیه میتونید شروع کنید، بعد که دیدید بی‌نهایت شد نتونستید حساب کنید، برگردید x رو عرض به y بنویسید، حساب کنید و خط مماس رو درارید. یعنی خط مماس رو گفتن پیدا کنید، خط مماس رو باید یه جور پیدا کنید. اگه علم غیب داشتید میتونستید از اول x رو بر حسب y بنویسید. یعنی اگه از اول x رو بر حسب y نوشته بودید هم مشکلی پیش نمی اومد، فقط سوال این بود که از کجا باید بدونید که اینو به انجام بدید یا اون. دومی اصلا لازم بود وقتی ما به این نتیجه رسیدیم که آره ممکن بود خط مماس وجود نداشته باشه. بی‌نهایت یه ذره درد سر داره. نه نه بی‌نهایت درد سر داره، دقت میخواد. اوکی ممنونم. خواهش میکنم. خب یکی از دوستان پرسیدن در حقیقت بیزی رو وارون کردید؟ بیزی رو وارون نکردم، بیزی رو نسبت به نیمساز اول و سوم قرینه کردم. در حقیقت وارونه یه تابع معادل با قرینه کردن نسبت به نیمساز اول و سوم. یه ذره جلوتر اینو میبینیم، یه ذره صبر کن. خب من یه مثال دیگه هم از این قصه چیز بزنم، تابع ضمنی، و بعدش با یه ادامه بر قضیه‌ای که قبلا داشتیم دیگه این بحث تابع ضمنی رو تمام کنم. به عنوان مثال فرض کنید که یه همچین چیزی رو می‌خوایم نشون بدیم. ببینید منحنی x دومنهای y دو مساوی a رو نگاه کنید. خب بسته به مقادیر ها میتونه قیافه‌های مختلف داشته باشه، مثلا این نارنجیه یه مثاله. خب و x y مساوی b رو هم نگاه کنید، باز بسته به مقادیر مختلف b میتونه قیافه های مختلف داشته باشه، مثلا این آبی سبزه یه مثال. خب قضیه اینه که میخواییم ثابت کنیم این دوتا منحنی مستقل از مقادیر آبه به هم عمودن، حالا به شرط این که تعریف شده باشن. بر هم عمودن چیه منظورم؟ بر هم عمودن یعنی که تو نقطه تقاطعشون مماساشون به هم عموده. خب این منظورم از این که به هم عمودنه. پس من میخوام ثابت کنم مستقل از مقدار آب در صورتی که اینا تعریف شده باشن، مثلا به صفر نباشه، خب میخوام ثابت کنم که اینا تو نقاط تماسشون به هم، نقاط تقاطعشون به هم عموده مماساشون. مثلا نگاه کنید این نقطه تقاطع سمت راستیه، این دوتا رو نگاه کنید، توی این نقطه تقاطع سمت راستی من اینجا سمت راست زوم شدهش رو کشیدم، در حقیقت این قرمزه میشه خط مماس به نارنجیه، این آبیه میشه خط مماس به سبزه، و همینطور که میبینی این دوتا به هم عمود.
یا سمت چپ، این نقطه تقاطع سمت چپ رو کشیدم، باز آبیه میشه خط مماس به سبزه، قرمز میشه خط مماس به نارنجیه. خب همینطور که میبینید چیز اینا به هم توی نقطه عمودن و ما میخواییم اینو ثابت کنیم. یه راه حلش اینه که وای رو بر حسب ایکس از جفت این روابط حساب کنید و بعدا برید مشتقاشو حساب کنید، ضرب کنید تو هم، ببینید که ضربشون میشه منفی یک. یه راه حل اینه، مثلا اینجا وای مقدارش میشه مثبت منفی رادیکال ایکس دو به علاوه آ، اینجا میشه بی ایکس. و بعد برید حساب کنید نقطه تقاطع رو در بیارید و خلاصه ببینید که به هم عمودن یا نه. یه راه حله. یه راه حل دیگه هم اینه که بیایم از این قضیه مشتق ضمنی حساب کنیم. خب اگه مشتق ضمنی حساب کنیم، شیب این خط، شیب مماس چی میشه؟ شیب مماس وای بر حسب ایکس میشه، خب نسبت به ایکس از این رابطه از دو طرف مشتق بگیم، مشتق آ که میشه صفر، مشتق ایکس دو منهای وای دو نسبت به ایکس میشه دو ایکس، منهای دو وای برابر مشتق وای نسبت به ایکس. برای مشتق وای نسبت به ایکس در نقطه ایکس صفر میشه ایکس وایوم، که اگر از یه نقطه مثل x0 و y0 بگذریم، یعنی در نقطه x0 و y0 فرض کنیم نقطه تقاطع باشه، خب مقدارش میشه x0 تقسیم بر y0. اوکی. از رابطه دوم نسبت به x مشتق بگیریم، دوباره b که مشتقش نسبت به x میشه 0، از xy نسبت به x مشتق بگیریم، مشتقش میشه اگر نسبت به x مشتق بگیریم که میشه y، اگر یعنی میشه مشتق x در نسبت به x ضرب در y که خب میشه خود y، به علاوه x ضرب در مشتق y نسبت به x که میشه x ضرب در dy به dx. برای من dy به dx میشه منهای y تقسیم بر x که در نقطه x0 حساب کنیم میشه منهای y0 تقسیم بر x0. خب که این دوتا عدد رو تو هم ضرب کنیم مقدارش میشه منفی 1، بنابراین این دوتا شیب به هم عمودن. دقت کنید که تو این رابطه من اصلا نرفتم ببینم مقدار x0 و y0 بر حسب هم چیه. گفتم آقا بالاخره این خط از نقطه x0 و y0 بگذره، اونم بگذره، و رفتم حساب کردم دیدم ضرب شیباشون میشه منفی 1. در صورتی که راه اولو میخواستم برم خیلی چالش بود، من باید میومدم y تو این رابطه بر حسب x حساب میکردم، تو این رابطه هم حساب میکردم، بعد میرفتم نقطه تقاطع رو پیدا میکردم، بعد میدیدم که تو این نقطه تقاطع اون ویژگی وجود داره. اوکی. یکی از بچه‌ها پرسید تو نقاطی که تقاطع ندارن امتداد مماس با هم عموده، تو نقطه‌ای که تقاطع ندارن نمیدونم چه جوری میشه، ولی من دقت کنید از این که این x0 و y0 هم تو این معادله صدق میکنه هم تو این معادله صدق میکنه استفاده کردم. این خیلی به طرز روشنی برای نقاط تقاطع این کار میکرد. مشتق دومی، خب تابع x y نسبت به، یکی از بچه‌ها مشتق دومی چه جوری حساب کنه؟ خب مشتق x y نسبت به x چی میشه؟ وقتی وای یه تابعی از ایکس، خب میشه مشتق تابع اولی ضرب در دومی که مشتق ایکس نسبت به ایکس که میشه یک ضرب در تابع دومی که خود وای، به علاوه ایکس ضرب در مشتق وای نسبت به ایکس که خب میشه دی وای به ایکس، اینم وای به علاوه ایکس ضرب در دی وای به دی ایکس میشه مساوی صفر. بنابراین دی وای به دی ایکس رو حساب کنیم میشه منهای وای ایکس رو. خب آرش جدید بفرمایید. سلام استاد، روزتون بخیر. استاد بخوام بدونم که یه تیکر رو من از اسمون متوجه باشم، اون تیکر این گفتیم اگه تابع نباشه نمیتونی مشتق بگیریم، من امکان شدم لازم خواستم بگوشم اون دایره و بیزی هم خب تابع نیست ولی تونستیم مشتق بگیریم، مشتق نه دیگه نتونستیم که مشتق گرفتیم بی نهایت شد دیگه، ما هیچ وقت بی نهایت هیچ وقت مقدارش مشتق نیست، خط مماس پیدا کردیم تو نقطه خاص. نه میگم تونستی مشتق بگیری. نه اشتباه نکن، سوال دقیقا تو یه نقطه است قضیه تابع ضمنی، اصلا سوال برای فرمول کل چیز نیست، تو یه نقطه ممکنه بتونید این کار بکنید یا ممکنه نتونید بکنید، تو نقاط دیگه ای که اوکی بود مشتق گرفتیم و حساب کردیم تو مثال دایره و اوکی بود، ولی تو نقطه صفر که مشتق نداشت مشتق پیدا نشد دیگه. من فرمول مشتق گیری کلی چه شکلی؟ من شما رادیکال ایکس رو مشتق میگیرید چی میشه؟ میرید فرمول حساب کنید میگید یک تقسیم بر دو رادیکال ایکس. ولی خب تو نقطه ایکس مساوی صفر که میذارید تعریف نمیشه دیگه. حالا اونجا مشتق رو میگیرید، تو اون نقطه که تعریف نشده است تعریف نشده میشه دیگه. حالا یعنی میتونیم از یه چیزی که تابع نیست مشتق بگیریم، حالا اینکه توی اون نقطه مشتق داشته باشه یا نه. دقت کنید که
تو تاب ضمنی میتونید مشتق رو حساب کنید و هر جایی که تاب مشتق پذیر باشه وای بر حسب ایکس مشتقش به درستی حساب میشه. جاهای دیگه یه رابطه ای به دست میارید که خودتون میفهمید که مشکل داره. مرزش متوجه نشده بودم. خواهش میکنم. محمد علی حسینی بفرمایید. استاد سلام. تو اون مثال قبلی ما وقتی میخوایم شیبه خط مماسو به دست بیاریم روی نمودار نباید مشتق بر حسب ایکس بگیریم. چرا؟ خب ولی اومدیم تو حالت دوم مشتق بر حسب ایگر گرفتیم بعد گفتیم خب میدونم. خب اون وقت انگار شیبه وقتی که ایکس رو بر حسب وای میبینی در میاد، که دقت کنی شیبه این دفعه یعنی شیبه وای بر حسب ایکس منهای 3/8 بود، شیبه ایکس بر حسب وای منهای 8/3 بود. بعد وقت معادله مماس خط مماس رو که بخواییم برسیم برعکس اون نه معادله ها که یکی شد، یه خط مماس که ما بیشتر نداریم. نه نه اصلا یه فرمولی داشتیم برای معادله خط که نه نه میدونم. خب گوش کن یه لحظه، به این خط مماس بر بیزی در این نقطه که یه خط بیشتر نیست، تو از هر راهی بری باید همین خط رو پیدا کنی. بله. خب یه این خط هست. خب که این معادل با این یعنی این یه جور معادل، یعنی من مخصوصا اینو متقارنشو نوشتم که ببینید یه خط بیشتر نیست، ولی وقتی از منظر وای به ایکس نگاه میکنی وای بر حسب ایکس یه خطیه با شیب منهای 3/8. خب ولی وقتی از منظر ایکس رو به عنوان تابعی از وای میبینی در حقیقت این میمونه که نموداراتو قرینه کنی نسبت به محور اول و سوم. ایکس رو وقتی تابعی از وای میبینی اون موقع یه خط با شیب منهای 8/3. دقت کن که شیب یه کلمه است که هست نسبت وای به ایکس. تو وقتی ایکس رو به وای میبینی میشه نسبت ایکس به وای. شیب یه چیزه نیست که با تغییر ایکس و وای تغییر نکنه، ولی معادل خط نباید تغییر کنه. شیب یه قرارداده که من وقتی میبینم نسبت وای به ایکس خب یه چیز میشه، میبینم نسبت ایکس به وای یه چیز دیگه است، ولی خط یه خطه. درست. خواهش میکنم. عرفان یوسفیان بفرمایید. استاد سلام، خسته نباشید. توی این مثال آخر این ما تابه که نه اون منحنی اول یه شرطی ما گذاشته بودیم که باید تو نزدیکی نقطه مورد نظرمون تابه باشه دیگه، ولی فکر کنم تابه نبود. چرا نیست؟ نزدیک کدوم نقطه تابه نیست؟ نه دیگه نزدیک این نقطه تابه است. نمودارشو میشه بیاری؟ آره دیگه نمودارشو. آه نه ایمده هنوز براتون؟ نه. هی 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 الان اومد این نمودار زرده مثلا بیا دیگه این نزدیکای این نقطه تابه است دیگه. خب این پایین چی؟ دو تا مقدار وای داره. میدونم نقطه تقاطع یه نقطه بیشتر نیست، نزدیک نقطه تقاطع من منحنی رو میتونم به عنوان تابه نگاه کنم. آها بله بله متوجه شدم. بعد یه سوال دیگه هم داشتم. بفرمایید. این به اصطلاح تابه دوم رو چرا به صورت ضمنی مشتق گرفتی؟ به صورت عادی هم میتونستی فقط مشتق بگیری، مشکلی نداشت. آره مشکل نداشت، یعنی اون آسان‌تر بود، ولی خب من می‌خواستم به صورت تابع ضمنی بگیرم که خب راحت پیش بره اوضاع. آها بله من فکر کردم این مشکلی داشت که اونجوری مشتق گرفت. خیلی ممنون از شما. خواهش می‌کنم. محمد مهدی خیلی اندیش بفرمایید. من یه سوال داشتم توی اسلاید آخر. خب ما وقتی مشتق ضمنی گرفتیم جای نیاز پیدا نکردیم که دوباره وای بر حسب ایکس بنویسیم. خب یعنی اینو نیاز پیدا نکردیم توی مثال. بعد این می‌خواستم اینو بگم شانسی این اتفاق نیفتاد، یعنی به نظرم این یعنی ما هر موقع مشتق ضمنی ها رو بخوایم با هم مقایسه کنیم که ضربشون میشه منفی 1. آها نه نه ضربشون میشه منفی 1 یا نه نمیدونم، ولی مشتق ضمنی ما در یک نقطه حساب می‌کنیم، یعنی در یک درست. نقطه x 0 و y 0 حساب می‌کنیم. ما y 0 داریم، لازم نیست حسابش کنی. الان هم به خاطر همین دیگه من گفتم توی x0 و y0 داده شده بعد بهت مشتق رو حساب کنی. منظورم این که از تابع دوم مثلا حالا تابع دوم مثلا فرض کنیم یه چیز عجیب غریبتری بود اون وقت اینقدر تمیز در نمیومد مثلا. نه میدونم ولی همیشه نه میفهمم ترکیبی از x0 و y0 دقیقاً میفهمم. خب مسئله اینه که وقتی از ما مشتق ضمنی خواسته میشه توی نقطه x0 و y0 میگن حساب کن، یعنی اگه بگم فقط ایکسشو بدن بگن وایشو باید حساب کنی، خب عملا باید حساب کنیم دیگه.
درست میگی. ولی اگه همین صفر با صفر رو داشته باشیم آره. نمیشه اینقدر تمیز در میاد. آره همیشه همینطوری میشه دیگه. چون داری دیگه خب. یعنی این رابطه که به دست درست. میاری به چیا وابسته است؟ به ایکس و وای وابسته است. خب جفتشو داری میذاری توش دیگه. بله درست. رایان توسلی بفرمایید. سلام استاد. سلام. ببخشید اینجا توی تاب دومی اگر ما ایگرگ رو تنها بکنیم ایگرگ میشه بی ایکس اون بعد ازش مشتق بگیریم میشه منفی بی به روی ایکس دو بعد خیلی با مشتقی که اینجوری در آوردیم فرق میکنه علتش چیه؟ میشه منهای بی تقسیم بر ایکس دو که خود منهای بی ایکس اون هستش وای دیگه. مرسی من خواهش بکنم. خب پس اینم در مورد مشتق ضمنی و من یه کاربرد یه ذره هیجان انگیزترم بگم و دیگه بریم ادامه بدیم. هیجان انگیزتر که همین سبام از است. ما مشتق توان رو اول اومدیم برای توانهای صحیح حساب کردیم و دیدیم اوکی توانهای چیز طبیعی. بعد برای توانهای صحیح هم که گفتیم خب وا یعنی یک تقسیم برای همون توان طبیعیه که خب مشتقش رو به کمک یک جیوم حساب کردیم ولی خب جلوتر نرفته بودیم. این دفعه میخوام برای توانای گویا حساب کنیم. پس فرض کنیم من وای رو نوشتم به صورت x به توان m n-م که m یه عدد صحیح ناصفره و n-م یه عدد مثبته. هر عدد گویا رو به این صورت میتونم بنویسم. خب این در حقیقت وای مساوی x به توان m n معادل با اینه که دو طرف رو توان n برسونیم x به توان m ببریم سمت چپ دو طرف رو توان n برسونیم میشه وای n مساوی x m یا معادلا وای n منهای x m مساوی 0. خب حالا نسبت به x از دو طرف مشتق میگیرم. خب وای n که مشتقش میشه n برابر وای به توان n منهای x ضرب در مشتق وای به x نسبت به x منهای x m هم که مشتقش میشه n برابر x به توان منهای. دقت کنید من اینجا الان چون توانم صحیحه توانه صحیح و قبلا میدونستیم مشتقش چی میشه پس این مساوی صفر میشه و برای من دی وای به دی ایکس رو میتونم حساب کنم. دی وای به دی ایکس این منهای ام برابر ایکس به توان منهای یک رو ببرم سمت راست میشه ام برابر ایکس به توان ام منهای یک تقسیم بره سمت چپ هم این ام تقسیم وای به توان ام منهای یک رو تقسیم کنم میشه به این صورت میشه ام برابر ایکس به توان ام منهای یک تقسیم بره ام برابر ایکس به توان ام منهای یک ام برابر وای به توان ام منهای یک. خب یه ام ان اومشه که فاکتور میگیرم x به توان ام منهای 1 که از مخرجم به جای y مقدار x به توان ام ان اومو میذارم میشه x به توان ام ان اوم به توان ان منهای 1 که میشه x به توان ام ان منهای ام تقسیم بر ان. خب این ام ان اوم ضرب در ان منهای 1 میشه ام ان منهای ام تقسیم بر ان که بنابر این جمع و جورش کنم ام ان اوم که خودشه اوکی میشه x به توان m منهای 1 منهای m n اوم تقسیم بر n منهای m. خب دقت کنید که m n اوم تقسیم بر n که خودش میشه m بنابراین m مثبت m منفی m با هم ساده میشه. خب بنابراین چیزی که تو توان میمونه چیه؟ منفیه منفی m n اومه که میشه مثبت m n اوم منهای 1. اوکی بنابراین در حقیقت این هم رابطه یه مشتق توان گویا هم دقیقا همون رابطه عادی میشه. یعنی میشه توان رو بذارید پشت x از توان یه دونه کم کنید. اوکی و اینو برای ما برای توان گویا هم تونستیم اثباتش کنیم. پس اینم از مشتق توان گویا. خب پس ما تا اینجا یه چند تا کاربرد از تابع ضمنی دیدیم و دیدیم که خیلی وقتا ممکنه چیزایی رو خیلی ترتمیز بکنه برامون. در ادامه بحث امروزمون دو تا کار میخوام بکنم. یه بحث خیلی ساده اولش دارم که راجع به مشتقهای مراتب بالاتره و بعد از اونم چیز میکنم بعد از اونم راجع به انشالله تابع نمایی لوگاریتمی سوال کنم. یکی از بچه ها پرسید چرا این باید مثبت میبود؟ بایدی در کار نیست. من هر عدد گویا رو میتونم اینطوری بنویسم که مخرج رو همواره مثبت بنویسم اگه علامتش مثبت یا منفی بذارم تو صورت. اوکی یعنی نیازی ندارم که حتما مخرجم منفی اجازه بدم باشه. خب ببینیم بچه ها ما
مشتقه تابع رو چجوری ترک کردیم؟ گفتیم خواهی من یه تابع داشته باشم تو همه نقاط مشتق پذیر باشه، مشتقش تو هر نقطه رو به عنوان یه تابع نگاه میکنم میشه تابع مشتق. حالا تابع مشتق خودش یه تابع است دیگه، برای من میتونم بررسی کنم ببینم مشتق پذیر هست یا نه و مشتقش اگه تعریف شده به عنوان مشتق دوم تعریف کنم. در حقیقت من میتونم مشتق انوم یه تابع رو به این صورت تعریف کنم، منظور از مشتق اف ان ایکس که انو تو پرانتز نوشتم میشه مشتق که اینم باز با این نمادم نمایشش میدم دی ان به دی ایکس ان اف. این منظورم از اینه که از تابع یه بار مشتق بگیر، بعد مشتقش خودش یه تابع است دیگه، دوباره مشتق بگیر، بعد مشتقش یه تابع است دیگه، دوباره مشتق بگیر و این کار ان بار تکرار کن در صورتی که تعریف شده باشه. ممکنه بعد دو بار مشتق پذیری دیگه نشه توی سه نقاط مشتق گرفت، یا ممکن اصلا بعد دو بار مشتق پذیری دیگه هیچ جا نشه مشتق. حالا شرایط عجیب غریبی ممکنه پیش بیادش. خب ولی اگه که تعریف شده بود هر چقدر که میشد مشتق بگیر، یعنی ان بار مشتق بگیر، تو نقاطی که ان بار مشتق تعریف شده اسمش رو بزن مشتق انوم. به تبع دامنه تعریف مشتق انوم میشه زیر مجموعه دامنه تعریف مشتق انوم های کم، میشه زیر مجموعه دامنه تعریف مشتق انوم های دوم، تا میشه زیر مجموعه دامنه تعریف اف. یعنی یه جایی هست اف تعریف شده مشتقش تعریف نشده، ولی حالا اون جایی که مشتقش تعریف شده رو بگیریم دوباره مشتقش یه جایی ممکنه مشتق داشته خودش تعریف شده باشه ولی مشتقش تعریف نشده باشه. برای من جاهایی که من مشتق دوم میتونم تعریف کنم یه جاهایی که مشتق اول تعریف شده، یه جایی که مشتق اول تعریف شده ممکنه مشتق دوم تعریف نشده باشه. اوکی، خیلی چیز بدیهیه. و خب با این نمادگذاری مشتق صفرم و محض همخوانی، حالا جاهای مختلف میبینیم که چیزه بای دفینیشن به قول معروف بسا تعریف میکنیم که مشتق صفر رو منظورم خود تابه، مشتق اول همون اف پرایمه، مشتق دوم بهش میگیم اف زگوند، مشتق سوم بهش میگیم اف تیرز با سه تا علامت میشه. معمولا مشتق چهارم به بعد دیگه 4 تا خط 5 تا خط 6 تا خط نمیذاریم دیگه، بهش میگیم با علامت اف علامت 4 5 6 تعریف میکنیم. اوکی. یکی از بچه‌ها گفته توان ان نباید بالای دی باشه. نه، توی نمادگذاری اینجوری می نویسیمش، یعنی می نویسیم مخرج رو می نویسیم دی ایکس ان. اوکی، این دقت کنید که اگه میخوام بگم نسبت به ایکس ان مشتق بگیر اینطوری می نویسمش، یعنی پرانتز میذارم حول ایکس ان، نمادگذاریش اینطوریه. یکی از دوستان میگه توان ان رو بگید دوباره لطفا. توان ان چیه؟ توان من ندارم اصلا اینجا. یه نمادگذاریه، این دی ان به دی ایکس ان اف یک نمادگذاریست برای مشتق انوم، همین اینجوری هم دقیقا می‌نویسنش دیگه. حالا چرا این خیلی مهم نیست، این یه نمادگذاریه، هیچ توان موانی در کار نیستش، یک نمادگذاریه برای مشتق انوم. بخواد همینان دقت کنید زرد نوشتنش. خب به عنوان مثال فرض کنید که مکان به عنوان یه تابعی از تی به ما داده شده باشه. خب مثلا فرض کنید که این آبیه مکان من در زمان تی باشه، مکان یه متحرکی که از زمان مثلا موده منهای دو را افتاده، رفته جلو یه جا اینجا مثلا کند شده، آروم آروم حتی برگشته، بعد دوباره رفته جلو، دوباره یه ذره برگشته، دوباره رفته جلو. خب و عرض به خدمت شما، خب من مشتق مکان به من چی میگه؟ این سرعت لحظه‌ای چیه؟ نرخ تغییرات مکان نسبت به تیه، همون چیزیه که عقرب سرعت ماشین داره نشون میده. خب برای من وی میشه مشتق مکان نسبت به زمان، این چیزیه که سرعت لحظه‌ای در لحظه تیو داده به ما میده. و این مشتق دوم تعریف شده باشه، مشتق دوم مکان نسبت به زمان به من شتابو میده، تغییرات لحظه‌ای سرعت. اینو تو فیزیک دیدی دیگه، ما تغییرات لحظه‌ای سرعت میگیم شتاب لحظه‌ای. همونجوری میتونیم شتاب متوسط داشته باشیم، شتاب لحظه‌ای داشته باشیم. و خب بنابر این در حقیقت شتاب میشه مشتق سرعت نسبت به زمان یا مشتق دوم مکان نسبت به زمان. که خب مثلا الان تو این مثال این قرمزه در حقیقت سرعت منه. دقت کنید که من مثلا از x گرم را میفتم این جایی داره سرعت من کم و کمتر میشه، برای من سرعت من نزولیه، توی این نقطه سرعت صفر میشه و از اینجا به بعد سرعت منفی میشه، همینطور که اینجا سرعت صفر شده و منفی شد.
بعد سرعت شروع میکنه زیاد شدن، دوباره تو این نقطه سرعت صفر میشه و این رفتاریه که مثلا سرعت میبینیم. حالا خود سرعت رو که داریم میبینیم اینجا، سرعت رو که نگاه کنیم، تغییرات سرعت مثلا اینجا سرعت تغییرات صفر میشه که معادل با مشتق صفر که شتاب صفر شد. و حالا شتاب مثبت، شتاب منفی، یعنی سرعت در حال افزایش، سرعت در حال کاهش و از این جور حرفا که میدید قبلا دیدید توی فیزیکی که تو. بیایم دو سه تا مثال حساب کنیم. خیلی این تیکه نکته خاصی نداره، حالا بعدا مشتقهای مرتبه بالاتر رو حسابی باشون کار داریم، ولی فعلا یه دو سه تا مثال. به عنوان مثال بیایید fx مساوی x3 رو نگاه کنید. خب من ازش یه بار مشتق بگیرم، یه تابع جدید میشه، میشه توانو یه بار بیارم پشت ضرب کنم، از دست توانم یه کم کنم، میشه 3x2. حالا خود 3x2 دوباره یه تابع مشتق پذیر، میتونم یه بار دیگه ازش مشتق بگیرم. خب مشتق که بگیرم 3ش که یه عدد ثابته، x2 مشتقش میشه 2x، برام میشه 6x. دوباره 6x هم یه تابع مشتق پذیر، میتونم مشتق سوم حساب کنم، میشه 6. و 6 دیگه عدد ثابته، مشتق 3 به بعد رو که ازش بگیرم مشتق 3 به بعد میشه 0، چون مشتق 6 که میشه 0، مشتق 0 هم که دیگه همیشه 0. پس x مشتقش بعد از 3 بار دیگه مشتق 4 همه 0 و دیگه ثابت 0. و چیزی که میتونی نشون بدی اینه که تابع x به توان n رو اگه ازش مشتق بگیریم، مشتق کام تابع x به توان n توانش میشه n من های k برای k کمتر مساوی n، ضریبش میشه m فاکتوریال تقسیم بر n من های k فاکتوریال، در واقع میشه n ضرب در n من های 1 ضرب در n من های 2 تا ضرب در n من های k به علاوه 1. و اگه k بزرگتر از n باشه مشتقش میشه 0، یعنی بیش از n بار از تابع x به توان n مشتق بگیرید مشتق میشه 0. اوکی عرض به خدمت شما که ببین، فرض کنید که این معادله دیفرانسیل حرکت هارمونیک ساده به ما داده شده. خب مثلا به ما گفتن که فرض کنید که حرکت هارمونیک ساده اینطوریه که مشتق دوم بله به کادو برابر خود تابع باید بشه صفر. خب اینو قبلا دیدید، من نمیخوام چیز کنم. مثلا نها کنید الان این تابع رو اگه نگاه کنید، تابع آبیه، مشتقش میشه این تابع قرمزه و مشتق دومش میشه این تابع سبزه. و اگه نگاه کنید تو هر نقطه نسبت تابع سبزه به تابع آبیه یه نسبت ثابتیه که این نسبت ثابت هم در حقیقت مقدارش منفیه. خب بنابراین جمع تا مشتق دوم بله یه عدد مثبتی ضرب در مقدار تابع میشه صفر. خب و مثلا من میخوام یه مثال هایی از چیز رو ارائه کنم، یه مثال هایی از تابعی که برای این جوابه. به عنوان مثال اگه فرض کنید y مساوی a برابر سینوس کاتی باشه، مشتق این میشه a کا برابر کوسینوس کاتی، و یه بار دیگه ازش مشتق بگم میشه منهای a کا دو برابر سینوس کاتی. بنابراین a سینوس کاتی یه جوابی از این معادله است، به خاطر اینکه جمعش با مشتق دومش بله کادو برابر خودش میشه صفر. همینطور آ برابر کوسینوس کاتی هم که مشتق دومش میشه منهای آ کادو برابر کوسینوس کاتی، مشتق چیز میشه جواب این معادله است. در حقیقت هر ترکیب خطی این دوتا هم جواب این معادله است. حالا بعدا میشه نشون داد که کلیه جواب این معادله به صورت آ سینوس کاتی به علاوه بی سینوس کوسینوس کاتی هم. خب اینو میشه دید درسته به ازای آبیای مختلف. کاش من این آ رو بذاری بکنم بی، و میشه نشون داد همه جوابا همینان. ولی اینکه چرا هستن بی خیال. ببینید بچه ها، به من گفتن که یه همچین معادلهی به من دادن، معادل هارمونیک ساده. من چیزی که میگم اگه اینی که وایو اگه بذارم آ سینوس کاتی، توی این معادله صدق میکنه، چون مشتق دوم میشه منهای آکا دو برابر سینوس کاتی که مشتق دوم به علاوه کادو برابر خود تابع میشه صفر. اگه تابع رو بی کوسینوس کاتی هم بذارم، مشتقش دومش میشه منهای بی کادو برابر کوسینوس کاتی که باز مشتق دوم به علاوه کادو برابر تابع میشه صفر. بنابراین هر
هر عبارتی به صورت آسینوس کاتی به علاوه بی کوسینوس کاتی یه جوابی برای این معادله. خب یعنی هر چیز به این فرم تو این رابطه صدق میکنه. حالا ممکن چیزهای دیگه هم باشه. کای عدد ثابته تو معادله اصلی، یه عدد ثابته که بهم دادن، که در حقیقت اینجا تو این شکل میبینیم دیگه، کا میشه نسبت ارتفاع این سبزه به این آبیه. اوکی خب بیایم یه تابع دیگه مثال بزنیم، مشتق نومش رو سعی کنیم حساب کنیم. فرض کنیم تابع وای مساوی یک تقسیم یک علاوه ایکس به ان داده شده باشه، سعی کنیم مشتق نومش رو حساب کنیم. خب عرض به خدمت، چون که اگه من مشتق، خب این تابع در حقیقت از تابع یک علاوه ایکس به تابع منفی یک دیگه، و من مشتق اولش میشه منفی یک برابر یک علاوه ایکس به تابع منفی دو، مشتق دومش بعد از این تابع مشتق بگیرم میشه منفی یک ضرب در منفی دو ضرب در یک علاوه ایکس به تمام منفی سه. خب اگه دوباره مشتق بگم میشه منفی یک ضرب در منفی دو ضرب در منفی سه ضرب در یک علاوه ایکس به تمام منفی چهار. همینجوری ان بار مشتق بگیرم میشه منفی یک به تمام ان ضرب در ان فاکتور ضرب در یک علاوه ایکس به تمام منفی ان به علاوه یک. پس من این تابرم حالا مشتقای مراتب مختلفش رو حساب کردم. حتی من به صورت ضمنی هم میتونم مشتقای مرتبه بالاتر حساب کنم. مثلا فرض کنید این معادله به من داده شده به صورت ضمنی، گفتن مشتق وای نسبت به مشتق دوم وای نسبت به ایکس رو حساب کنید. دقت کنید یه معادله درجه 2 وای بر حسب ایکس، من میتونم وای دقیقاً در بیارم بر حسب ایکس، ولی نمیخوام این کارو بکنم، میخوام مستقیما به کمک مشتق ضمنی این کارو انجام بدم. خب اگه بخوام این کارو انجام بدم چی میشه؟ من همه این رابطه رو باید همه عبارات رو بیارم یه بر، یعنی x که میشه x y بله y2 منهای 2x مساوی 0. خب از این رابطه رو 2x رو بیارم سمت چپ، این میشه دیگه. و از دو طرف حالا نسبت به x مشتق بگیرم، 0 که مشتقش نسبت به x میشه 0، باید مشتق این رابطه نسبت به 0 x رو حساب کنم. خب مشتق x y که میشه از x نسبت به x مشتق بگیریم میشه 1، میشه 1 ضرب در y به علاوه یه x ضرب در y پریم. مشتق y2 نسبت به x میشه 2y ضرب در مشتق y نسبت به x. 2x هم که مشتقش نسبت به x میشه منهای 2. بنابراین y پریم میشه 2 منهای y تقسیم بر x علاوه 2y. اوکی. حالا من الان y پریم رو حساب کردم، میتونم مشتق دوم حساب کنم. خب y زگونت چی میشه؟ y زگونت میشه از این رابطه باید نسبت به x مشتق بگیریم، ولی دقت کنید که y خودش یه تابعی از x است. بنابراین میشه مشتق مخرج چی؟ میشه مشتق بخشید صورت ضرب در مخرج. خب صورت چی میشه؟ صورت مشتقش نسبت به x میشه منهای y پریم که اینجا نوشتم، ضرب در مخرج که مخرج هست x علاوه 2y. خب منهای مشتق مخرج نسبت به x، مشتق مخرج نسبت به x از xش که مشتق بگیریم میشه یه y، از y از دو yش مشتق بگیریم میشه دو y پرایم. پس یک علاوه دو y پرایم میشه مشتق مخرج نسبت به x ضرب در صورت که میشه دو منهای y با علامت منفی تقسیم بر مخرج به توان دو که میشه x علاوه دو y به توان دو. خب کل این رابطه رو جمع و جور کنیم میشه x علاوه 2y ضرب در y منهای 2 تقسیم بر x علاوه 2y به علاوه y منهای 2 ضرب در 4 علاوه x تقسیم بر x علاوه 2y. اوکی دقت کنید که این y پرایم ها رو جاگذاری کردم از اینجا، به جای این y پرایم گذاشتم 2 منهای y تقسیم بر x علاوه 2y. خب که اینها اینجا اومده چون یه علامت منفی هم داشتش، منفیش رو نوشتم شد y منهای 2. اینجا هم باز دوباره به جای y پرایم همینو گذاشتم و به این صورت در اومد، باز با علامت منفیش هم که حل شد. خب دیگه ما بقیه چیه؟ ساده کردن ساده است دیگه، این x علاوه 2y با x علاوه 2y ساده میشه، میشه y منهای 2 از یه منهای 2 هم فاکتور گرفتم ضرب در 1 علاوه 4x تقسیم x2 به علاوه 2y تقسیم بر x علاوه 2y به تمام 2، که این میشه مشتق مرتبه دوم y نسبت به x. اوکی
که حالا یه ساده سازی هایی هم کردم، مثلا الان 2x y به علاوه 2 y 2 رو به جاش نوشتم 2x، برای این رابطه شد مثلا 4x. خب ما مثلا نهایتا به یه همچین قیافه منهای 8 برابر x به علاوه 2 y رسیدم. خب پس این در حقیقت اتفاقیه که من با مشتق گیری ضمنی میتونم مشتق دوم سوم اینا رو حساب کنم. حسین انجیدنی بفرمایید. حسین انجیدنی صدای من میشنوی؟ سلام سلام سلام. بله بفرمایید. الان توی اون خط اول چرا بعد از اینکه مشتق رو نسبت به ایکس گرفتیم برایش نسبت به وای چه دیگه نمیشید دیگه وای نسبت به ایکس؟ من این تیکش رو نفهمم، یعنی مثل همون سریای اینجا رو وای نسبت یه خورده قبل دقیقا قبلش این خب میدونم دیگه الان میتونستم مثلا دی وای به دی ایکس، میتونستم مثلا وای پرایم دیگه، چه فرقی داره وای پرایم با دی وای به دی ایکس؟ جفتشون دو تا نمادگذاری هن دیگه. وای پرایم همون دی وای به دی ایکس دیگه. ممنون. خواهش میکنم. امین حسین منجی بفرمایید. استاد ببخشید، ما الان اینجا میتونستیم عادی هم مشتق بگیم. خب فقط من سوالم اینه که الان برتری هر کدوم از این مدل‌ها به اون چیه؟ یعنی چی میشه که ما یه بار عادی میتونیم برتری مشتق خاصی نداره، هر کدوم راحت تری. خب اینجا اگه وای بر حسب ایکس حساب میکردی جواب یه مدل درجه دو بود دیگه، یه ذره بد دست میشد، ولی میتونست هیچ مشکلی نداره، فرقی نداره. نه اصلا کلن فقط ممکن بود این رابطه وای نشه بر حسب ایکس به این سادگی حساب کرد، اصلا تاب ضمنی خود نقطه قوتش این همچین جاهاییه، ولی همین جام که میشه حساب کرد، همین جام که میشه حساب کرد اگه حساب کنی میبینی یه ذره بد دست میشه، چون رادیکال و اینا میاد وسط یه ذره زشت میشه، اگه نه هیچ مشکلی نداره درست حساب کنی. علی بزرگ مهری بفرمایید. سلام، تو صدای من داری؟ بله. بخشید الان حسین انجیدنی هم پرسید جاشه اون اول شما گفتیم بگه دی وای به دی ایکس من می نویسیم وای پرایم، بعد حالا ما از وای پرایم میخواییم دوباره مشتق بگیریم که بسیم به مشتق دوم، همچنان وای توی صورت و مخرج بر حسب ایکس دیگه، اونجا چرا نمی نویسیم مثلا دی وای به دی ایکس یا نه ببین وای وای پرایم نماد دیگه، اینا جفتشون دوتا نمادن که جفتشون هم یعنی مشتق وای نسبت به ایکس. درسته. بله خب همین، حالا دوست داری هر جا دوست داری بنویس وای پرایم، هر جا دوست داری بنویس دی وای به دی ایکس، هیچ کدومش هیچ مشکلی نداره. نه 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 اینو اوکی. آها خب الان مثلا ما برای اینجا یعنی حالا تو اسلایدهای قبلی من میدیدم شما وقتی که میرسیدین به یه جمله‌ای که توش وای داشت که وای تابعی از ایکس بود، شما میومدین کنار مشتقی که میگرفتین ازش یه دی وای به دی ایکس هم باز مینوشتین. خب دیگه ببین اینا الان از وای دو مشتق گرفتم، مشتق وای دو میشه دو وای ضرب در دی وای به دی ایکس یا دو وای ضرب در وای پرایم. خب اوکی دیگه الان همین خب اینو چرا برای مشتق دوم انجام نمیدیم؟ برای مشتق دوم گرفتن اینو من متوجه نمیشم. خب مشتق دوم هم این کارو کردم. ببین الان آها خب نکته اینه که الان مشتق دوم اینا همه روابط خطیه، برای من مشتق به نسبت به وایش بیمزه است، چیز خاصی نداره. آها یعنی لازم به نویسن. آره یعنی مثلا دومین های وای مشتقش نسبت به وای میشه منفی یک دیگه، میشه منفی یک ضرب در وای پرایم. آها خب یعنی این از قضای روزگار اینطوری شده، یعنی مثلا این من های دومین های وای دو بود خب بله. مشتقش میشد بله. من های دو وای وای پرایم. بله یعنی از قضای روزگار خب این چون خطی بود بر حسب وای اینطوری شد، البته آخر سر مثلا تابع داشت اینا حالا چیز بود، ولی میخوام بگم که یعنی اون شانسمون بود که این اتفاق افتاد. بله متشکرم. خواهش میکنم. خب اوکی پس من به صورت ضمنی میتونم مشتقای مرتبه بالاترم حساب کنم. من یکی دوتا چیز کوچیک دیگه بگم، این تاب نمایی رو میتونم بذارم برای جلسه بعد. ببین بچه ها ما خیلی وقتا خب شما میدونید که اگه مثلا تابع fx مساوی x3 داده شده باشه، خب میدونین این تابع وارون پذیره و وارونش هم هست x به توان 1/3. در حقیقت اگر این سمت چپیه نمودار y مساوی x3 باشه،
سمت راستیه که وای مثلا ایکس بتوان یه سوم وارون این تابه رو به من نشون میده. در حقیقت خیلی راحت میتونید ببینید که اگه آب تو نمودار اف باشه نقطه بی و آ تو نمودار اف وارون میفته دیگه، خیلی واضحه دیگه. یعنی چون اگه اف نقطه آ رو ببره به اف به بی، اف وارون باید بی رو ببره به آ. بنابراین اگه آب تو نمودار اف باشه بی و آ توی نمودار اف وارونه. بنابراین معنیش اینه که نمودار اف و اف وارون نسبت به نیمساز محور اول و سوم نسبت به هم قرینه. یعنی الان من تو اینجا کشیدم دیگه، در حقیقت این آبیه نمودار وای مساوی ایکس است، سمز نمودار وای مساوی ایکس به توان یه سومه، که همینطور که میبینید این دوتا دقیقا نسبت به نیمساز محور اول و سوم، نیمساز چی میگن کنج اول و سوم که این در حقیقت خط قرمز است، نسبت به هم متقارنه. اوکی، حالا فرض کنید که خب F یه تابعی باشه که از دامنش به R تعریف شده. من وایایی تو R که یه Xی تو دامنه وجود داره که وای میشه Fx و بهش میگم برد F. خب این بردن به باختن و بردن فرق ربط نداره. این کلمه برد انگلیسیه که ما فارسی نوشتیم. خب یه وقت اشتباه پیش نیاد. به عنوان مثال مثلا تابع سینوس یه تابعی است که رو کل R تعریف شده و مقادیرش توی بازه بسته منهای یک و یک میشن، این نمودارش مثلا دیگه. بنابراین برد تابع سینوس میشه بازه بسته منفی یک و یک که اینجا با خط قرمز مشخصش کردم. خب حالا ببینید، من یه تابع رو میگم یک به یک از دام، یه تابع که از دی به آر تعریف شده رو میگم یک به یک. اگر که اف ایکس اگه مساوی اف وای بود، اون وقت من بتونم نتیجه بگم ایکس مساوی وای. خب بنابراین در حقیقت این معادل با اینه که هر خط افقی که من بکشم نمودار تابع رو حد اکثر توی یه نقطه قطع میکنه. دقت کنید که ممکنه توی هیچ نقطه قطع نکنه، ولی قطع کرد بیشتر از یه نقطه نباید قطع کنه. خب مثلا خب وای مساوی ایکس تابع یک به یک دیگه، چون هر خط افقی که بکشیم وای مساوی ایکس رو فقط توی یه نقطه قطع میکنه. خب و مثلا این یکی تابع یک به یک نیست، به خاطر اینکه مثلا این خط افقی که بکشیم تابع رو توی نمودار تابر تو سه نقطه مختلف قطع میکنه. در حقیقت اف این نقطه و اف این نقطه با هم برابرن، در حالی که خود این نقاط با هم برابر نیستن. یعنی این سه تا نقطه افشون با هم برابره، هر سه تا افشون صفره، با این که مقدارشون با هم برابر نیست. خب این حالی شده که قبلا تو دبیرستان دیدین که اگه من یه تابع یک به یک داشته باشم میتونم معکوس تابع یا اف وارون رو تعریف کنم. این یه تابعیه که دامنش میشه برد اف. دقت کنید که دامنه اف وارون میشه برد اف. و در حقیقت اگر که چون تابع یک به یکه، بنابراین به ازای هر نقطه‌ای مثل ایکس تو دامنه تو برد، ببخشید، به ازای هر نقطه ایکس مثل ایکس تو برد، یه نقطه یکتایی مثل وای وجود داره که اف وای مساوی ایکس. اولا چون ایکس تو برد یه نقطه وجود داره، چون یک به یک بیش از یه نقطه وجود نداره، دقیقا یک نقطه پس به ازای هر ایکسی تو برد وجود داره که اف وای میشه ایکس، و من به این نقطه میگم اف وارون ایکس. پس اگر اون نقطه یکتایی که اف وای مساوی ایکس رو بگیرم، اف وارون ایکس میشه وای. و دقت کنید که تو این نمادگذاری اف وارون ایکس با اف ایکس وارون متفاوته. اف ایکس وارون من منظورم یک تقسیم بر اف ایکسه، ولی وقتی اینطوری می نویسم اف وارون ایکس، معمولا منظورم وارونه. معمولا دقت کنید، یه ذره تو نمادگذاری ها متفاوته. خیلی وقتا مخصوصا مثلا اگه دیدید نوشتن سینوس وارون، خیلی وقتا منظورشون واقعا یک سینوسومه. ولی الان من اینجا از اف وارون منظورم که با اف منفی یک نمایشش میدم، منظورم وارونه تا بس. اوکی، درستش یکی از بچه ها میگه چه معمولا، درستش اینه که اف وارون ایکس همیشه معنیش وارون تابه باشه، ولی با بیدقتی بعضی موقع اینو این یکی رو هم با اف وارون ایکس نمایش میدن. یه ذره تو کانتکست نگاه کنید معلومه، ولی اف وارون واقعا معنیش، یعنی اینی که منفی قبل از پرانتز، منظور وارونه. اوکی، این قسمت رو قبلا ببخشید، چون قبلا تو دبیرستانم قاعدتا دیدید من دیگه توضیح دوباره نمیدم. به عنوان مثال مثلا فرض کنید تابع اف ایکس مساوی 2 ایکس منهای یک رو در نظر بگیرید. این تابعی که رو کل آر تعریف شده، بردش هم کل آره و همه جام یک به یکه، بنابراین
وای مساوی 2x منهای 1 بذاریم x میشه وای به علاوه 1 برنامه f وارون x در حقیقت میشه x به علاوه 1 دوم. یه معادله ساده است حل کنید. اینجا در حقیقت وای بر حسب x داریم، x بر حسب وای به دست بیاریم، به فرمول وای به علاوه 1 دوم میرسیم. بنابراین f وارون x هست x به علاوه 1 دوم. من اینجا تعمدن f وارون x نوشتم، ولی اینجا این معادله اینطوری حل کردم که حواستون باشه که x و y متغیرن، هیچ ذات مشخصی ندارن. یعنی من f وارون دارم، میگم ممکنه که اگرچه اینجا بگید اینکه این f وارون y بود، چرا نوشتی f وارون x؟ حالا دوست داشتم می‌نویسم f وارون x، دوست داشتم می‌نویسم f وارون y، دوست داشتم می‌نویسم f وارون z، هر چی دلم خواست می‌نویسم. ولی f وارون x بنویسی میشه x علاوه 1 دوم، f وارون y بنویسی میشه y علاوه 1 دوم. یعنی یه ذره با این نمادگذاری ها اوکی شید، نگید یه x چرا شد y، y شد x. یا یه مثال دیگه بزنیم، تابع f از r به r که fx مساوی x2 رو دقت کنید. خب این تابع تابع 1 به 1 نیست، fx مساوی x2 در حقیقت تو هر نقطه با نقطه منفیش برابره. خب ولی اگه به اعداد نامنفی اینو محدودش کنیم، یه تابع 1 به 1، اگه به اعداد نامثبت هم محدودش کنیم، یه تابع 1 به 1. اوکی. و خب رو تابع اعداد نامنفی بردش هم نامنفیه، بنابراین یه تابع وارونش میشه رادیکال x که از اعداد نامنفی به نامنفیه، و اگه رو اعداد نامثبت نگاه کنیم وارونش میشه منفی رادیکال x که از اعداد نامنفی به اعداد نامثبت تعریف میشه. اوکی. عرض به خدمت شما که حالا فرض کنید که f یه تابع 1 به 1 باشه که تو x مشتق پذیره و مشتقش هم ناصف باشه. خب قضیه اینه که اگه f یه تابع 1 به 1 باشه که تو x مشتق پذیره و مشتقش هم ناصفره، اون وقت f وارون هم، اولا چون 1 به 1 f وارون خب تعریف شد، و f وارون در نقطه y مساوی f x مشتق پذیره و مشتقش میشه 1 تقسیم بر f پرایم x. اثباتش هم یه خطیه. در حقیقت دقت کنید که اگه جی رو اسمشو بذارم اف، یعنی اسم اف وارون رو بذارم جی، اون وقت جی او اف ایکس میشه خود ایکس دیگه. با ایکس میریم به اف ایکس، با اف وارون دوباره برمیگردیم به ایکس، پس جی او اف ایکس میشه خود ایکس. بنابراین جی پرایم اف ایکس که همون حالا اسمشو گذاشتیم وای، ضرب در اف پرایم ایکس، این میشه مشتق. یعنی اگه از سمت چپ و راست همزمان مشتق بگیرم، مشتق سمت راست که میشه مشتق x نسبت به یه x که میشه 1، مشتق سمت چپ نسبت به x چی میشه؟ میشه مشتق g در نقطه f x ضرب در مشتق f در نقطه x، برای میشه g پرایم y ضرب در f پرایم x. بنابراین g پرایم y یا f وارون پرایم y میشه 1 تقسیم بر f پرایم x. این به خاطر قضیه ترکیب تابع راحت به دست میاد. خب بر مشتقای مرتبه بالاترین ماجرا پیچیده تره، ولی خب از این رابطه من میتونم اگه مشتق مرتبه دومش هم حساب کنم دیگه. اگه f وارون رو ازش بخوام دوتا مشتق بگیرم، خب میدونم از این رابطه باید یه بار دیگه مشتق بگیرم نسبت به y که یه ذره پیچیده میشه. دقت کنید که x الان در حقیقت این هست 1 f پرایم f وارون y. اوکی. به عنوان مثال همین الان اگه یه بار دیگه مشتق بگیرم، وای میشه از این رابطه باید مشتق بگیرم که بذار پیچیده میشه الان نکن سخت میشه. در حقیقت یه مشتق 1 تقسیم بر یه چیزیه که خب میشه منفی 1 تقسیم بر همون چیز به توان 2 ضرب در مشتق این رابطه نسبت به y که خب باید با مشتق ترکیب تابع حسابش کنیم. یه بار دیگه مشتقش رو میگید. ببینید من یه بار دیگه مشتق رو توضیح بدم. ببین فرض کنید f یه تابع 1 به 1 باشه تو x مشتق پذیر، مشتقش هم ناصف. اسم تابع f وارون رو بذارید g. اسم نقطه fx هم بذارید y. خب من پس در حقیقت سوال اینه که جی پرایم وای رو میخوام به دست بیارم. خب برای اینکه مشتق جی پرایم وای رو حساب کنم، دقت کنید که جی او اف ایکس میشه خود ایکس،
حالا از دو بر نسبت به x مشتق میگیرم. اگه دو بر نسبت به x مشتق بگیرم، سمت راست که مشتقش میشه یک، چون از x نسبت به x مشتق بگم میشه یک. سمت چپ مشتقش چی میشه؟ میشه g پرایم f x یا همون g پرایم y ضرب در f پرایم x. بنابراین g پرایم y میشه یک تقسیم بر f پرایم x یا همون یک تقسیم بر f پرایم f وارون y. خب این آخرم به جای x گذاشتم f وارون y دیگه، بخاطر اینکه x در حقیقت f وارون y. و حالا بذارید من، این سوال خوبی بود و انشالله بلد باشم بنویسم. خب بذارید من این مشتق دومم حساب کنم. ببینید الان پس f وارون پرایم y شد یک تقسیم بر f پرایم x یا همین یک تقسیم بر f پرایم f وارون y. بنابراین اگه من بخوام f وارون زگونت y رو حساب کنم چی میشه؟ این میشه منهای یک تقسیم بر f پرایم f وارون y به توان دو. به این دقت کنید که این یک تقسیم بر یه چیزی بود که مشتقش میشه منهای یک تقسیم بر همون چیز به توان دو ضرب در مشتقش، ضرب در دی به دی وای دی به دی وای ننویسم دیگه، ننویسم اف پرایم اف وارون وای پرایم. اوکی خب پس من باید فقط این تیکه رو حساب کنم. این تیکه چی میشه؟ خب این الان ترکیب دو تا تاب است، پس میشه f زگونت f وارون y ضرب در f وارون پرایم y. اوکی خب f زگونت f وارون y که در حقیقت، یعنی بزنید یه ذره ترتمیزش کنیم، این که هستش این خودش میشه f زگونت x. اینم جهتی که فراموش نکنید بود f پرایم x به توان دو. خب و f وارون y پرایم هم که هستش یک تقسیم بر f پرایم x دیگه، همین الان حساب کردیم. این هم هست یک تقسیم بر f پرایم x. درسته؟ و به همه این دوستان رو با هم جمع و جور کنیم میشه، امیدوارم که جایی سوتی نداده باشم، منهای یک تقسیم بر f پرایم x به توان 3 صورت هم f زگونت x. اوکی و حالا این پیچیده میشه، حالا امیدوارم اشتباه نکرده باشم، این تیکر بچه ها من یعنی بعدا چک کنید سوتی نداده باشم، ولی امیدوارم که نداده باشم. بذارید یه بار چک کنم. انشالله که سوتی ندادم. خب این از این. فقط من یه چیز کوچیکی هم بگم در مورد، در حقیقت که بچه هم سوال پرسید و سوال خوبی بود، در مورد شهود هندسی چیزه، شهود هندسی این ماجراست. به این معنی چی در آوردم؟ در آوردم که مشتق اف وارون میشه یک تقسیم بر مشتق f در همون نقطه. و خب شهود هندسیش خیلی طبیعیه. در حقیقت از اگه برسم به شکلش از اینجا خیلی واضحه. در حقیقت ببینید مشتق f وارون در یه نقطه میشه یک تقسیم بر مشتق خود f در
وارون اون نقطه. یعنی مثلا من الان مشتق رو توی مثلا این نقطه بخوام حساب کنم، خب این گفتم که در حقیقت قرینه نمودار تابه است دیگه. خب این در حقیقت این اف وارون اینجا، اینجا افه، چون این دوتا قرینه نسبت به نیم ساز محور اول و سوم، من شیبم یک تقسیم بر اون میشه. اگه یه خط تو شما نسبت به نیم ساز محور اول و سوم، نیم ساز زاویه اول و سوم چیز کنید، قرینه کنید، شیبش یک تقسیم بر اون میشه دیگه. در حقیقت معادل با اینه که من مثلا اگه خط مماسی بخوام نگاه کنم، این میمونه که شما وای رو نوشتید به صورت آلفا ایکس، وقتی ایکس رو بخواییم بر حسب وای بنویسید میشه یک آلفا اوم وای دیگه، و من شیبش باید قرینه بشه. که خب این در حقیقت با همین شهودی که اینجا داشتیم برای اف وارون میخونه دیگه. اوکی، این دوستی که سوال دارن در دو سه دقیقه من وقت بدید که من یکی دو تا مثال بزنم، بعد دیگه سوال ها رو همه رو با هم جواب بدم. در حقیقت یه مثال فقط میخوام بزنم. ببینید یه مثال ساده بزنم و بعدش دیگه جمع کنیم بحث رو. فرض کنید که مثلا تابع اف ایکس مساوی ایکس علاوه ایکس به من داده شده. خب و اول هم میخوام ثابت کنم که این تابع چیز یک به یکه، هم میخوام مشتقش تو نقطه اف دو که همون دهه رو پیدا کنم. دقت کنید که من اگه میخوام اینو به عنوان وای و به عنوان تابع، یعنی ایکس و به عنوان تابع از وای بنویسم و معادله حل کنم، یا معادله درجه 3 باید حل کنم که یه ذره سخت میشه دیگه. اوکی، یعنی اگه بخوام x رو حسب y به دست بیارم، این هست x علاوه x علاوه مساوی y، من این معادله درجه 3 رو باید حل کنم ببینم x به حسب y چقدر میشه، که حالا میشه ولی کار سختیه، یه ذره درد سر داره. خب ولی در حقیقت کاری که میکنیم اینه که من میخوام ولی مشتق رو تو x رو بذارم 2، میدونم y هم میشه 10 دیگه، میشه 2 تانسو علاوه 2 میشه 10، من میخوام مشتقش تو نقطه 10 رو به دست بیارم. اوکی، برای اینکه این کار کنم میتونم از تابع ضمنی استفاده کنم. خب میتونم هم در حقیقت از این مشتق وارون حساب کنم. در حقیقت اگه مشتق وارون میگم، اولا دقت کنید که مشتق این تابع هست x2 علاوه 1 که همواره مثبته، چون همواره مثبته پس تابع اکیداً سعودیه، تابع اکیداً سعودی هم همیشه 1 به 1. خب پس تابع 1 به 1. حالا f وارون پرایم 10 میشه 1 تقسیم بر f پرایم 2، f پرایم 2 هم که f پرایم رو حساب کرده بودیم میشه 3 برابر 2 به توان 2 به علاوه 1، پس میشه 1 تقسیم بر 3 4 به علاوه 1 1 13 هم. در حقیقت f پرایم 2 13 است، پس f پرایم f وارون پرایم 10 میشه 1 13 هم. اگه با تابع ضمنی هم مینوشتید دقیقاً همین به دست میومد. یکی از دوستان میگه بنویس. خب باشه بیایید، x به علاوه x منهای y مساوی صفره. دقت کنید من باید نسبت به y مشتق بگیرم، بنابراین این مشتق به y میشه 3x2 dx به dy به علاوه dx به dy منهای 1 مساوی صفر میشه. باشه، نتیجه این که مشتق ضمنی، خب این نتیجه میشه که dx به dy مساوی میشه با 1 تقسیم بر 3x2 به علاوه 1 که میشه همون 1 13 هم در نقطه x مساوی 2. اوکی، خب من دیگه فکر کنم که کارم برای امروز تمام بده، دیگه سوالا رو جواب بدیم. آرش جدید بفرمایید. سلام استاد. سلام. اون تیکه ای که داشتین از اون تابع وارون مشتق دوم میگرفتید دیگه من واقعا برای من واضح نبود، یعنی من میخوام یه تعبیری از اون این چیزی که آن تعبیر هندسی، نه تعبیر هندسی نه، میخوام بگم که حالا تعبیر هندسی ممکنه کمک کنه، ولی میخوام بگم که الان فقط میبینم که از چیزایی که بلدیم فقط داریم صرفا به صورت الگوریتمی استفاده میکنیم. خب آره دیگه، خیلی وقتا همینطور.
نه یعنی مثلا برام الان یه سینوس ازش بگیرید همینقدر برام نامفهومه، یعنی خب که چی، خب یعنی نمیدونم چه جوری منظورم برسونم، میخوام بگم میفهمم که... من اینو بچه‌ها پرسیدن گفتم، من خودم نمیخواستم بگم. بچه‌ها گفتم مشتق دوم چه جوری میگیریم، من سعی کردم بگیرم ببینم بلدم یا نه، ولی ان شاءالله که اشتباه نگرفته باشم. مثلا اینکه اومدیم توی x گذاشتیم مثلا f وارونه y، خب اوکیه اون چیزی که اول گفتیم، ولی مثلا اینکه این چه نگاهیه و این اصلا نگاه داره چی رو به ما نشون میده برای من سوال. در حقیقت داره مشتق ای بابا، من میخوام بگم که مثلا اگه همون x میموند چه بلایی سرش میومد، حالا که شده خب مثلا x وارونه یه تابعی از y، این مهمه، یعنی من میخوام نسبت به وای مشتق بگیرم، یعنی اگه ایکس رو به عنوان تابع از وای ننویسم خرابکاری کردم. این که مشتق دوم که قاعده مشتق دوم این تابع رو داره نشون میده دیگه، تابع چیز ای بابا، تابع سبزر، مشتق دوم تابع سبزر داره نشون میده، مثلا مشتق دوم رو خود تابعم یه ذره چیز غیر شهودیه که چیه دیگه. میخوام بگم یعنی که یه ذرهش برمیگرده به این ماجرا. اتفاقا بذار من یه لحظه اینجا خوبه که اینو چک کنیم، x به توان یه سوم مشتق اولش میشه یه سوم x به توان منفی دو سوم، مشتق بعدیش میشه منهای دو نهم x به توان منفی چار سوم. بذار اینم اون اصلا درست گرفتیم یا نه، منفی پنج سوم یا دو سوم، منفی دو نهم x به توان منفی پنج سوم، بله این باید بشه دو نهم منفی اه باید بشه منفی دو نهم x به توان منفی پنج سوم. ببینیم میشه یا نه، f زگونت x که برای تابع x میشه x علامت منفی، f پرایم x کنم یه سوتی هایی دادی، f سگونت x چجوری شد x؟ f سگونت x چه جوری شد x؟ آها میشه سپشت، میشه 3x 6x x به توان 3 است دیگه، میشه 3x دو میشه 6x تقسیم بر f پرایم x، f پرایم x هست 3x 2 به توان 3. خب من یه جای سوتی دادم پس، چون دیگه اوکی شد دیگه فکر کنم، نه فکر کنم نشد، یعنی 3x منهای 6x 6 27 دومش منهای 2 نهم به ما میده، ولی x به توان منهای 5، آها اوکی درسته درسته، این میشه منهای 6 تقسیم بر x به توان 5 که هستش منهای 6 تقسیم بر یعنی x رو باید حسب y بذاریم دیگه، میشه y به توان 27ش رفت. چی؟ 27ش رفت؟ من نه همون من 6 27 هم دیگه که همون منهای 2 نهمه. درست. اوکی. حله. یعنی ان شاء الله اشتباه دارن نه، فقط من اینجا رو الکی x کردم یهو. ببخشید. آره دیگه نه x درسته درسته. تو نقطه x گرفتم. حله. مشکل نداره. اون وای آخری چجوری شد که چیز شد 5 سوم شد؟ خب x یک تقسیم x به توان 5 سوم دیگه، 5 دیگه، بله x به توان 5 همون y به توان 5 سوم دیگه، خود x هستش y به توان 1 سوم. بله بله اوکی حل، یعنی اشتباه نبود خدا رو شکر دیگه، مشتق رو درست گرفتم. مهدی باقریان بفرمایید. مهدی باقری من صداتون رو ندارم، اگه چیز نیست حسین انجیدنی شما باز کنید میکروفونتون رو تا مهدی باقری هم درست شد. سلام سلام بفرمایید. یه سوال می‌خواستم از پرسم، اونم این که شما گفته بودی این نماد دی ایکس مثلا دی وای به دی ایکس و کلن اینا یه نماد گذاریه، امروز هم اولی کلاس روش تاکید کردید، یه حالتی هم گفتید که نمیشد اونا رو ساده کرد، ولی توی خیلی از سوالای مثلا این کتابا اومده مثلا یه دیتی رو یهویی اومده تقسیم کرده توی صورت و مخرج و استفاده کرده، مگه این دو نمادگذاری جفت صورت و مخرجش با هم نیست؟ چرا؟ چیزی رو وارد کنه. در حقیقت خیلی وقته که این کار میکنن، منظورشون این بوده که مثلا دلتا وای رو نوشتن یه چیزی دلتا ایکس،
بعد دلتا وای تقسیم بر دلتا ایکس حد دلتا ایکس به سمت صفر برش رو نوشتن که میشه همون دیوای به دی ایکس دیگه. به خاطر ولی در حقیقت این تیکه اولش رو میپیچونن نمینویسن دلتا وای دلتا ایکس بعد لیمیت دارن میگیرن، میگن این فرض کن دیوایه. بعد خب ما یعنی در حقیقت از اونور به اینور نسبتاً کار سیفیه که شما دی وای بنویسید دی ایکس به هم تقسیم کنید بشه مشتق، ولی برعکسش کار چیزی نیست. معمولاً اون کار به خاطر دقیقاً به خاطر همین حدگیری که الان گفتم اوکیه، به نتیجه غلطی نمیرسه. آها پس بعد یه چیز دیگه برای چیزای دیگه هم براش تعریف میشه، مثلا توان گذاشتن و رادیکال گرفتن، چون یه جا میدم که دی ایکس رو به توان دو برسونی دیگه یه فاجعه به بار میاد و خیلی خطرناک. یعنی علال اصول فرض بر اینه که صفره، ولی یعنی چیزه خیلی خطرناکه، اونو باید خیلی دقیق باش راجبش صحبت کرد که چی کار داره میکنه. آها فهمیدم، مرسی. من خواهش میکنم. علی بزرگ مهری بفهمید. خسته نباشید، صدای من هستش. بله آقا، من الان با این دی وای به دی ایکس به طرز عجیبی مشکل دارم، من متوجه نمیشم. مثلا اسلاید آخر رو میشه بیارید یه لحظه؟ اسلاید آخر یک لحظه. نه درست بفهم. کتاب نماییه بفهم. آه همین، بله. الان ما اومدیم مشتق زمینی بگیریم پایین صفحه، بعد گفتیم که خب ما می‌خوایم اینو مشتق نسبت به وای بگیریم، بعد ایکس خب مشتقش میشه 3x2، بعد این چرا باید اینجا دوباره بنویسیم دی ایکس؟ خب ایکس یه تابع از وای، یعنی عین میمونه که من الان اینجا رو نوشتم اف وای به توان 3 به علاوه اف وای منهای وای مساوی 0. حالا من از این مشتق بگیرم چی میشه؟ میشه 3 تا f y به توان 2 ضرب بر f پرایم y دیگه، اولیش، از اولیش مشتق بگیرم. آها بله بله. خب دیگه اینم این x به دی y هست، یعنی x رو یه تابعی از y گرفتم مشتق گرفتم. آها آها آها، خب الان کامل متوجه شدم. درست، خداش خیلی ممنون. خواهش میکنم. یسنا امینی بفرمایید. سلام. سلام. میشه اون صفحه که ثابت کردین مشتق f منفی 1 به روی f پریم بیاریم؟ بله بفهم. اینجا که گفتین g ضرب در f x مساوی x بعد مشتق گرفتین، g ضرب در f نیست، g او f. آها بله، حل شد. مرسی، حل شد. خواهش کنم. بزنیم من این اوشو بزرگتر نیستم، حق با شما بود، من دیگه او رو خیلی چیز نوشته بودم. حسن رحیمزاده، حسنا رحیمزاده ببخش بفهم. سلام حسن، نه خواهش من شما ببخشید. یه سوال داشتم، توی اون معادله دیفرانسیل حرکت هارمونیک ساده اونجا اصلا اون رابطه رو نفهمم از کجا در آوردیم؟ آها رابطه رو نگفتم از کجا در آوردم، گفتم اینا جوابن صدق میکنن، بعدن درس معادلات میگذرونیم. گفتم یه رابطه آره. که این یعنی من گفتم قبول دارید که این به علاوه یعنی آره قبول دارید که کادو برابر این به علاوه این میشه صفر؟ اینو که محاسباتشو قبول داشتید کادو برابر این به کادو برابر اولی به علاوه این وایز بله بله بله. خب دیگه من همین گفتم، در همین حد گفتم. اینکه چه جوری باید اینو در بیاریم اینو ان شاءالله درس معادلات دیفرانسیل و توی اون مشتق گیری مرتبه بالا با بالاتر زمینی وقتی که ما یه دور مشتق زمینی گرفتیم و خب همون در واقع یه رابطه به صورت خطی با ایگرگ پریم داریم، میشه همون لحظه بدون اینکه ایگرگ پریم رو بر حسب ایگرگ و ایکس بنویسیم همون لحظه دوباره ایگرگ زگوند رو؟ آخه خب من ایگرگ پریم بر حسب ایگرگ و ایکس هست دیگه، یعنی چی بدونه که این کارو بکنیم؟ نفهمیدم منظور. یعنی از همون اگه اون سفر بیاریم، حالا یه لحظه سب کنید دارم دوبالش میگردم. کجا بود؟ اینجا بود فکر کنم. مثلا همینجا که ایگرگ بلوه ایکس وای پریم بلوه دو وای آه فهمیدم، یعنی از این رابطه از همین رابطه یه بار دیگه مشتق زمینی میگم. اوکی هیچ مشکلی، یعنی چیز پیش میاد، فقط مسئله اینه که اون رابطه آخر باز وای پرایم داره و نیاز داری که وای پرایم رو جاش بذاری.
بله. خب یعنی به خاطر این محاسبه رو باید انجام بدید حتما آخر سر. مهدی باقریان خواهش می‌کنم. مهدی باقریان بفرمایید اگه که میکروفون درست. خسته نباشید. ببخشید دو تا سوال داشتم. یکی اون قسمت اثبات همین مقدار مشتق تا تابع وارون رو میشه بیاره فلان دو تا سوال بعد این بود. جی او اف بعد جی مساوی با اف وارون. اینجا من اون قسمت پایینش رو اصلا متوجه نمیشم. اف وارون وای یعنی اف وارون اف ایکس که میشه خود ایکس. خب آره مشکل چیه؟ این آخه جوابش نباید بشه برابر با وارون اف. نه اف پرایم ایکس ها دقت کن. اینجا رو میگی؟ نه قبل ترش. کجاش؟ اینجاش؟ اف وارون نه خط پایین اولین عبارت. اف وارون پرایم وای. پرایم وای. خب اف وارون پرایم در نقطه وای منظورمه. خب نباید این ایکس باشه. نه. خب میخوام ببین نه میفهمم تو به یه چیز دیگه داری قاطی. ببین اگه اف وارون اف ایکس رو ببینید این میشه ایکس قبول. اف وارون اف ایکس ولی اف وارون پرایم وای هم که وایه. خب آره همون اف وارون وای میشه ایکس حله. اما این مشکل ندارم. این مشتقه ولی اف وارون در نقطه وای چه فرقی میکنه؟ مشتقه تابع به خودش چه فرقی میکنه سوال این الان؟ آره یعنی متوجه نمیشم آخه باید بشه یک یعنی چی... نه چی باید بشه ایکس؟ این مشتق یه تابعی نسبت به وایه نه نسبت به ایکس. وای یعنی منظور تو اگه چیزی میخواست منظور توشی منظور تو این بود که چرا نمیشه یک دیگه. آره چرا نمیشه یک باید آها نه نه که چرا نمیشه ایکس ولی خب نمیشه وای به خاطر که این تغییرات این تابع نسبت به وای رو میخوام نه نسبت به ایکس. یعنی ضرب در یه یعنی متغیر من وایه ایکس خودش بر حسب وای یه تابه است. ایکس خودش بر حسب وای یه تابه است. آره دیگه مثلا مثال ایکس به توان سه مساوی وای در نظر بگیر. بله. وای هست ایکس به توان یک سوم. خدا اینم حالا یه موقع گیر میده اذیت کنه اذیت میکنه ها نصب کن ببین x مساوی y در نظر بگیر y هست x به توان 1 سوم. من الان چیزی که اینجا خواسته شده از من دیه y به توان 1 سوم به dy این سوال از من پرسید. ببخشید این من نظر کنم بد نمیشه اینجا x مساوی y به توان 1 سوم به من گفتن دیه y به توان 1 سوم به dy رو به دست بیارید. چرا دیه وای؟ چون بعدش ما نه خب مشتق نسبت به وای میخوان میدونم نه به این وای بر حسب به این وای یه چیز جدید توی فضای دیگه است. اف ایکس رو تو میدونی چیه اصلا مهم نیست این الان یه تابعی بر حسب وای هر وای بهش بدی ایکس بهت میده دیگه. آره خب حالا به من گفتن از این تابع مشتق بگیر. از این تابع مشتق دیگه کاری هم به اف ایکس نداره. نه هیچ کاری به اف ایکس نداره. این تغییراتش نسبت به x رو نمیخوام ببینم. تغییراتش بلی. نسبت به x یعنی مشتقش نسبت به fx. من مشتقش نسبت به y رو میخوام. بعد ادامهش اون کسره رو من دیگه توی قسمت مشتق دومی کلا رد دادم. هیچ نفهمیدم. حالا اون مشتق دوم بچا گفتن من گرفتم. ولی کدوم تیکش رو میگید؟ فقط کسر اولی رو متوجه میشم. از ادامهش کسر دوم خب. که میشه اف بریم زب در اف ببین. وارون وای یه لحظه این تیکر رو قبول دارید که این مساویه با همونه؟ آره جای خب. که به اتفاقا مثلا میگم این خب. برابر هست با اف بریم ایکس این کارش نداره نه برابر... اوکی حالا الان ببین این همه چی الان بر حسب یه تابعی بر حسب وای دیگه این بله. یک تقسیم بر یه تابعی ترکیبش با یه تابع دیگه از وای بله خب حالا مشتق یک تقسیم بر یه تابعی رو میخوام بگیرم میشه منهای یک تقسیم بر خود اون تابع به توان دو ضرب در مشتق اون تابع. تا اینجاش که اوکی؟ آره خب پس این که هیچی این دیگه بعدش به جه اف منفی که وای همون اف ایکس رو گذاشتم که این تیکه شد منهای یک تقسیم بر اف پرایم ایکس به توان دو اون تیکه اول که هیچی انا سوال این که این چی میشه. خب اینم که ترکیب دو تا تابه است بر حسب وای ترکیب دو تا تابع مشتقش میشه مشتق اولی ضرب در مشتق دومی مشتق اولی ضرب مشتق آره
خب که میشه اف زگونت اف وارون وای ضرب در اف وارون اف وارون پرایم وای. حل خیلی ممنون، ظاهرا که فهمیدم. فقط یه سوال دیگه هم داشتم، توی مشتق ضمنی یه جاهای تابعمون مثلا اون مثلا اول جلسه که زدیم دو تا نقطه داره، اونجاها وقتی ما رابطه مشتق ضمنی رو به دست میاریم اوکی، بعد مقدار دهیش باید اون ایکس و وای درست رو بذارید دیگه. آره یعنی لزوما نیست که اگه تابع نباشه نشه مشتق ضمنی استفاده کرد. نه نه، اگه تابع به معنی چند مقداری باشه نه، معمولا میشه مشتق ضمنی استفاده کرد. اما این تابع مشتق پذیر به معنی اینکه مماس نداره یا به معنی اینکه مماسش عمودیه باشه خب نمیشه. آها اونجوری نمیشه، ولی ممکنه. آره ولی اگه نه مشکل چند مقداری باشه با مقادیر با فاصله از هم مشکل نداره. خیلی ممنونم، ظاهرا که فهمیدم ان شاء الله. دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. آرمان کشازر بفرمایید. آرمان کشازر صدای منو میشنوید بفرمایید. گرم نمیشنوید خب مهدی ساتوری می‌خواید شما بفرمایید تا آرمان کشازر بریم میکروفونش رو. سلام صدا بفرمایید. سوال اگه صدام اکو داره نه خوبه بفرمایید. من سوالم در مورد جلسات قبل داره، نمای مهدوی. پس یه لحظه صبر کن ببین محمد مهدوی چیه سوالش بعد. چشم. محمد مهدی مهدوی بفرمایید. استاد سلام. سلام. یک لحظه میشه اثبات همون آقای صدری باشه اسم من، شما میکروفونتون رو ببندم. خب بفرمایید بفرمایید. همین صفحه قبل. خب من نیومده هنوز. آها اومد. من اوکی بودم، فقط این جواب سوال آقای باقریان اومدید بدید که مشکل خوریم. الان مگه این پایین اف منفی یک پریم ایگرگ رو مگه ما نسبت به ایکس اینجا مشتق نگرفتیم؟ نه، نسبت به وای مشتق میگیریم. اگه نسبت به وای مشتق بگیریم الان یه لحظه، این مگه مساوی با ایکس نیست؟ هم اف پریم منفی یک، اف پریم منفی یک ایگرگ مساوی ایکسه. نه این اوکیه الان. نه اف منفی یک f منفی 1 y x. خب دیگه اندرم همین میگم. نه پریم هم داشتی تو صحبتت. نه دومی اصلاح کردم گفتم خب f منفی 1 y مساوی x. خب اینو اگه نسبت به x مشتق بگیریم به ما این عبارت آخر رو میده. الان شما که این اینو میده بگیرید. که اینو میده درسته؟ این نسبت به آره دیگه این هم اثبات ما رو میده. صبر کن صبر کن ذره هول نشو. حالا اینجا این مشتقی که داریم چیه؟ جی پرایم وای. مشتق نسبت به ایکس یا نسبت به متغیر؟ نه. پس مشتق ترکیب توابع رو متوجه نشد. نه مشتق ترکیب توابع که اوکی مثلا. خب نه دیگه. چرا؟ خب دیگه ترکیب توابع این مشتق نسبت به متغیر توه. در اون نقطه داریش حساب میکنی. اون که آره نه اون آره من خب. خود الان اینجا رو دارم میگم الان خود خب دیگه پس این تیکه یه تابه است که مشتقش منظورم یعنی مشتق نسبت به وای. هیچ خب خدا بشه. آرمان کشازر میکروفون درست شد؟ اگر درست شد صحبت کن، اگر نه مهدی ستاری شما بفهمید سوال کن. سلام دوباره. ببخشید سوالم در مورد توصیه پیوستگی و پیوستگی رفتن شدنیه. آها. من تو پشتیبانم پرسیدم. کلا شما توی جلسه گفتین که این دوتا مفهوم متفاوتی هن از هم. یه ذره. اون یه ذره مشکل دارم، چون توی آدامز حالا توماس استوارت هم دیدم یه جوری نوشته بودم که توصیه پیوستگی حالت خاصی از پیوستگی رفت شدنیه. درست یا نه؟ در حقیقت وقتی که شما ببین ناپیوستگی رف اگه ناپیوستگی رف شدنی داشته باشید خب توسیع پیوسته ببین ناپیوستگی رف نشدنی یه ذره بازی با کلماته، خیلی چالش نیستا. خب یعنی خیلی خودتون اذیت نکنید، تقریبا همه جا یه چیز منظورشونه. خب ولی بذار بیارم نشونت بدم چه شکلیه. چون گفته بود نه میدونم چیه چالش. خب بذار بیارمش اینجا بود فکر کنم دیگه. آره خب ببین وقتی من میگم تابع پیوستگی رفع شدنی داره، خب خیلی دقیق بخوام بگم یعنی باید تو اون نقطه ناپیوسته باشه و بنابراین اصلا باید تابع تو اون نقطه تعریف شده باشه تا ناپیوسته باشه. شاید ناپیوسته باشه تو خالی باشه خب. اصلا تعریف نشده. تو خالی نباشه، تو خالی باشه اصلا تعریف نشده که بخواد
خب ناپیوسته میشه دیگه اون وقت. نه اگه یعنی الان این تابع تو این نقطه تعریف نشده، برای من ناپیوسته هم نیست، نه پیوسته است نه ناپیوسته. چرا دیگه میگیم تابع تو این نقطه ناپیوسته است ولی تابع خودش کلا پیوسته است؟ نه نمیگیم اصلا تو این نقطه، نمیگیم پیوسته است نمیگیم ناپیوسته است، تابع تعریف نشده تو اون نقطه، همینه مسئله. خب یعنی تو این مثال اگه خیلی دقیق بخوای بگی تابع اصلا تو این نقطه تعریف نشده، بنابراین پیوسته و ناپیوسته معنا نداره راجبش صحبت کنی. درست. الان خب مثلا اینه یه بچه میمونه که وجود نداره، بعد بپرسی آقا مر... پسر یا دختر، اصلا بچه وجود نداره که من بپرسم پسر یا دختر، هر دو جواب به این سوال غلطه، هم پسر است غلطه هم دختر است غلطه. الان دوتا مفهوم کلا جدا از همن یا؟ آره. خب ولی یعنی به این یه چیز دقت کن که احتمالا آدامز و توماس و اینه این چیز کن، خیلی وقتا کتابه توی نقطه تعریف نشده میگن که ناپیوستگی رفع شدنی داره، مثل این وقتی هست وضعیت ما، منظورشون اینه که اگه تعریف میشد ناپیوسته بود و اینا، مثلا ناپیوستگی چی میشد حل و فصل کرد، ولی ناپیوستگی رفع شدنی دقیق معنیش اینه که تو اون نقطه تعریف شده باشه و پیوسته نباشه، با تغییر مقدار بتونی حلش کنی. چون مثلا الان جمله‌ای که ولی توسعه یه سر کن، ولی اگه اشتباه نکنم کتابم از توسعه پیوسته صحبت کرده، توسعه پیوسته یعنی تعریف نشده باشه من این چیز تعریف کنم. نه آره درسته، توسعه ناپیوستگی توس... اون رو نوشته ولی آره. تو ناپیوستگی رفع شدنی رو اینطوری نوشته، اگر تابع اف در نقطه آ تعریف نشده و یا ناپیوسته باشد. آها خب این به نظرم چیزه، حالا بازی با کلمات خیلی مهم نیست، نگران وقت میشه گفتگی پیوستی توصیف آره، پیوستگی اوکی. یعنی جواب این سوالو یعنی اگه این تابر بهت بدن بگی که پیوستگی رفت ناپیوستگی رفت شدن نداره، هیچ کی نمیگه چرا اینو گفتی، نمیکشنت به خاطر این جواب، از اون صفر محکم و پرتوانا نمیگیری. ولی چون چند تا از منبع میدونم چیه، یعنی گیر سر یه تعریف خیلی ریزه. اوکیه درسته، ممنون، خواهش می‌کنم. آن آرمان کشازر میکروفون سلام بفرمایید. منم سوالم در مورد تعریف سوری حد بود. یا علی چه من توی بگم یا نه بگو. آره مشکل نداره. من توی آدامز یه تعریفی که خوندم یکم برام با چیزایی که از قبل تو ذهنم مونده بود تناقض داشت. ما میگفتیم اف ایکس توی نقطه آ حد ال رو داره، اگر ما بتونیم به ازای هر اپسیلونی یه دونه دلتا تعریف کنیم که اگر فاصله x از اون نقطه آ ما کمتر از دلتا بزرگتر از صفر باشه، یکی از شرط دو تا، حالا تو آدامز میگفت اگه این باشه دو تا شرط باید برقرار باشه که یکی از اون شرط‌ها این بود که x حتما باید عضو دامنه باشه. یعنی اینکه آها نه اگر... شرط اون نیست، برای x های داخل دامنه ای که فاصله کمتر از دلتا است f x از f وای کمتر از اپسیلون باشه. خب حالا یعنی نکته اینه که این یه گیر نکته چیزه که اگه ایکسی تو دامنه تو این ویژگی صدق نکنه پیوستگی رو به هم نمیزنه. من پیوستگی یعنی مثلا اینطوری بگم فرض کن میدونم تو حد، حالا مهم نیست، آها تو حد منظورته. اوکی آره. خب پس حد باید ایکس حتما تو دامنه باشه. اوکی خب بعد یعنی این که میگه که حتما باید همسایگی درش باشه که اون همسایگی هم کل عدد حقیقیه توش توی دامنه باشه. تو هر همسایگیش باید یه نقطه حداقل تابع توش تعریف شده باشه. آخه تعریفش اینجوری نبود، میگفت اگر خب... x توی اون x منهای a کوچیک قدر متقاعد کوچیک در از دلتا صدق کنه x باید داخل دامنه باشد و x باید توی اون f x کوچیک اپسیلون صدق کنه. این چیزه، نه این اشتباهه، بر تعریف حد اینو لازم نداره. خب بعد حالا اون دلتا که ما تعریف میکنیم حتما باید یک ایکس توش باشه دیگه، نمیتونه تویی باشه که. آره مثلا اینکه باید یه دونه باشه حداقل، یه دونه که غیر خود نقطه‌ای که توش حد رو داریم حساب میکنیم باشه. مثلا میگم تابعی که رو نقاط یک انوم تعریف شده تو میتونی از حد ایکس به سمت صفر بره اف ایکس صحبت کنی. درست. پس نتیجه اول این که گفتید که اون تعریفی که تو آدامز بود اشتباه بود به نظر من نمیدونم آدامز رو، من الان دقیق تو ذهنم نیست، عجیبه همچین اشتباهی آدامز کرده باشه، ولی اگه اینطوری گفته باشه به نظر من درست نیست. بعد اینکه حالا شما بین پیوستگی و حد فرق گذاشتید، مگه خب برای اینکه پیوستگی رو بگیم نباید همون بگیم که حدش برابر با فلان، یعنی بازم نباید از همون تعریف خب حدش باید یه چیز خاص بشه دیگه. خب دیگه میگم یعنی باز پیوستگی باید همون تعریف حد استفاده کنیم دیگه. نه لزومن، دقیقاً به خاطر همین نکته ریزی که گفتم، یعنی تابعی که فقط توی نقطه صفر تعریف شده
توی هیچ جای دیگه هم تعریف نشده تو صفر پیوسته است، ولی خب حد x به سمت صفر بره فx تعریف نشده است، چون نقطه دیگه نیستش به جز صفر تو دامن. یعنی ما برای پیوستگی یک تعریف جدا از وجود حدم داریم. بله، یعنی در حقیقت خب گیر نده دیگه، اینا الان کارتون است. ولی آره تعریف دقیق آنالیزش نتیجه میده، بعد یه سری نکات ریس تعریف دقیق میمونن. آره تعریف دقیق آنالیزیشو بخواید میتونه یه تابع در حقیقت تابع یا نقاط به اندازه کافی نزدیک x تو دامنه هست که اون وقت اگر باشه معنیش این میشه که حد x به سمت a بره fx بشه fa، اگر نباشه اون وقت f تو a پیوسته است. درست، متشکرم. این یا اون، هر کدوم این دوتا اتفاق بیفته پیوسته است. خیلی ممنون، خواهش میکنم. یاسنا امینی بفرمایید. والا منم تقریبا همون، یعنی تو همون مبحثه. وقتی تابع پیوسته است بعد میدونیم که مثلا چه نقاط گویا خودش میشه، یعنی میشه خود x. آره. خب الان اگه بخوایم با تعریف اپسیلون دلتا، یعنی اون مدلی اثبات کنیم که برای نقاط گنگم خودش میشه، نمیتونیم این کارو انجام بدیم؟ میتونید، ولی یه ذره سخته. در حقیقت ببین این تابع اگه بخواد پیوسته باشه، شما حالا بعدن که حد و دنباله رو دیدید اون موقع متوجه میشید چجوری. درسته حرفی که میزنید، ولی اثباتش الان یه ذره کار داره. در واقع چون رو نقاط گویا چیزه و به هر نقطه‌ای با نقاط گویا میشه میل کرد، بنابراین مجبور رو نقاط گنگ هم همون باشه تا بده. ولی تو خود تعریف اپسیلون دلتا ما میومدیم میگفتیم اگه یه دونه دلتا داشته باشیم بعد همه اون اعداد هر چیزی دلست. که تو دامن است و فاصله اش کمتر از دلتا است. آها اوکی. یعنی در حقیقت اون تیکه که هر چیزی تو دامن است و ما میپیچوندیم نمیگفتیم، ولی هر چیزی که تو دامن است و فاصلش کمتر از دلتاست، افش باید کمتر از اپسیلون باشه فاصلش. برای من اگه هیچی تو دامنه نباشه، خب این گزاره درسته. اگه چیزی هم تو دامنه باشه، اون وقت باید افش از اف اون از اپسیلون فاصلش کمتر باشه. مرسی مرسی. خواهش میکنم. مهدی باقریان بفرمایید. آخرین سوال امروز. استاد ببخشید من اوج سو استفاده کردم. یه سوال ریس تو همین استفاده از حد داشتیم توی توضیح پیوسته ازش استفاده میشد. اونجایی که مثلا میگم x منهای 1 تو مخرج بود و میگفتیم دقت کنید که x مساوی با 1 نیست، بعد x منهای 1 میزدیم ولی بعدش x مساوی 1 میذاشتیم و حسابش میکردیم. اون نه x رو 1 نمیذاره. ببین برای محاسبهش من ممکنه خب بگم این محاسبهش یه چیزیه که در مقدارش میشه این ایکس مساوی با مقدار ایکس مساوی یکش میشه که محاسبش بگم این میشه که ایراد نداره. مثلا همین مثال رو میگی دیگه، تو همین مثال الان من می‌نویسم ایکس در ایکس بلو یک یکو میذارم حساب میکنم. یعنی این که معنیش این نیست که واقعا ایکس یکه. حد این وقتی ایکس به سمت یک بره میشه این که صورت یک بشه مخرجم یک بلو یک، حدش میشه این. معنیش این نیستش که من چون عدد دیگه ای نمیتونه باشه. نه نه نه، ببین من قواعد محاسبه حد گفتم حد x به سمت یک بره تا به x میشه یک. بله بله. حد مخرجم میشه یک به علاوه یک. بله بله. حد تقسیمم میشه یک تقسیم بر یک به علاوه یک. خب اون دلیل تاکیدمون رو این که میگیم که مثلا x مود دقت کنید، خب به خاطر اینکه اگه x مساوی یک بود من نمیتونستم این دو تا رو ساده کنم. x مساوی با یک نیست ولی محاسبش اینه. در محاسبش خب مقدارش مثل این در میاد که x رو بذاریم یک. آها خیلی ممنون. مثل این در میاد که مقدار رو بذاریم یک، نه اینکه واقعا یک چیز باشه، یک باشه. آره یعنی من این تو این حد محاسبه این حده x و یک یعنی x و یک نمیذارم که این حد و محاسبه، میگم تو قاعده محاسبه مقدارش این در میاد که یک تقسیم یک ولو یک در میاد، ولی این تو هیچ جای این حد حق نداری x و یک بذاری. آها خیلی ممنون. در تعریف حدیش بخوای بگی اینو نمیتونی یک بذاری، ولی مقدارش از قضا در میاد یک تقسیم بر یک به علاوه یک. مقدارش برابر. خیلی ممنون، خسته نباشین. شما به سلامت، موفق باشین، خدا نگهدار.